بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. اجازه بدید صدای این برنامه رو قطع کنم و این برنامه رو هم روی فیسبوک تلویزیون مردم تیوی میتونید ببینید، هم روی صفحه شخصی خود من. و شما هم اگه لطف کنید و اون پایین وقتی که نوشته شیر کنید با دوستانتون، دوستانتون هم میتونن ببینن. اجازه بدین بله، اینجا من این کار رو الان کردم، مثلا مردم تیوی لایف. امروز یه ساعت و نیمی آمدیم با دوستان برنامه آزمایشی داشتیم. خیلی ممنونم دوستان آمدن و تقریبا تبدیل شد به برنامه آهنگ‌های درخواستی. خداییش بخواین خیلی مؤثرتر از این برنامه‌ای است که چپ و راست از تلویزیون‌ها پخش میشه. فقط امروز با یکی از همشهریان صحبت می‌کردم، گفتم آقا چی شد این ماجرای اپوزیسیون؟ به نظر میاد همه رفتن تعطیلات تابستانه. شما فکر کنید اپوزیسیونی که تعطیلی تابستون برداره مثل بچه مدرسه‌ای میمونه که سه ماه میره، بعد که میاد اول مهر مدرسه اصلا درسش یادش نیست و معلم بیچاره باید روز از نو، روزی از نو. و اما امروز دوشنبه است، اولین روز از ماه آگست سال 2016 و 11 مرداد. چون اولین روز آگست هست، آقای حسن خزائی این دوست خوبمون یک مانیورده لطف کرده فرستاده و هر ماه این کار رو خیلی منظم انجام میده. من از این بابت ازشون ممنونم. قرار بود که برنامه هایی رو هم به صورت اخبار برای ما بفرستن، یا روزانه یا یه روز در میون، که ما هم اون رو برای شما پخش کنیم. متاسفانه الان بین فلوریدا و کالیفرنیا یه جورایی گرفتاره. پس اجازه بدید فقط تشکر کنم از حسن خزائی، همشهری عزیز. اینجا نوشتم برنامه چی شد آقای خزائی. و امروز که با شما صحبت میکنم 98 روز به انتخابات نهایی یا انتخابات اصلی ریاست جمهوری آمریکا مونده و واقعا خدا به داد ما و اعصابمون برسه با این اوضاعی که میبینیم و دیوانه بازیایی که از هر دو طرف، حالا که طرف سوم و چهارمی هم هست، حزب گرین آمده نمایندهشون میخواد به اصطلاح در انتخابات شرکت کنه، یه حزب دیگه هست حزب لیبرتریان، اونها هم میخوان شرکت کنن و نمیدونم. من که واقعا گیج گیجم، یه روز میگم بابا ولش کن اصلا گور پدر این انتخابات رأی نمیدیم، یه روز دیگه میگیم نه بابا بریم اقلا به اون یکی رأی بدیم که اون بدتره نشه، بعد برمیگردیم میبینیم بابا همینم که ما میخوایم رأی بدیم از اون بدتره. روزگار غریبی است نازم. خب اجازه بدید از هوشنگ تشکر کنم. جمعه هم تشکر کردم هوشنگ جان، نامه شما رسید، حمایت از تلویزیون مردم رسید و من هم شنبه رفتم و اون بسته چیز رو برای شما پست کردم، رسیدش هم اینجاست، بالاش هم نوشتم هوشنگ ترسو بیده، احتمالا تا آخر هفته به دستت میرسه. لطف کن وقتی به دستت رسید یه زنگی بزن و به ما بگو که خیالمون راحت باشه. اینجا نوشتم هوشنگ حمایت شما جمعه دریافت شد، من هم شنبه رفتم پست خونه. خب 98 روز به انتخابات آمریکا مونده و اما اجازه بدید من بیام تو این فولدری که برای شما آماده کردم و ببینم که چه چیزهایی رو گذاشتیم. ممنونم از آقای علی شیرازی که با ارسال خبرها، ویدیوهای مختلف ما رو کمک میکنه که ما سرگردون توی این سایت، توی اون سایت، توی این کوچه، توی اون کوچه دنبال خبر نگردیم. و اما ببینم که برای شما اینجا چی داره. آهان، روز جمعه ما یه برنامه داشتیم با آقای عباس سعیدی، نگاهی دیگر با آقای سعیدی، و خیلی از دوستان به من میگن که آقا شما چجوری متوجه نمیشید اینها از شما سوء استفاده میکنه.
میگم خب شما که متوجه شدی برای من توضیح بده، اشکالی نداره یه نفر متوجه نشه. میگه این آقا میاد با یه زرنگی خاصی، شما برنامه بهش میدی، تو برنامه خودت که بیشترین بیننده رو داری، بعد این تبلیغ پادشاهی میکنه. میگم خب درست گفت یا غلط گفت؟ میگه نه آقا همه رو غلط گفت. میگم خب اگه غلط گفت این که خوبه، من بلنگویی بهشون دادم که خودشون بیان بدون دعوا، بدون تهمت، تهدید، توهین، میان خودشون میگن و شما میبینید که ای داد بیداد بابا اینا چه طرز فکری داره. یه سری از دوستان گفتن آقا شما گفتی ولی ما هم مثل شما گیجیم. این آقای سعیدی آمده اول میگه من متریالیست هستم، بعد از دو برنامه میگه نه من دیگه متریالیست نیستم، حالا سوشال دموکرات هستم. و کجا به کجاست؟ نقل کجاست؟ گفتم والا منم نمیدونم. وقتی ایشون گفت من سالها مطالعه کردم، من فکر کردم بعد از سالها مطالعه حالا رسیدم به یه جایی که میتونم از اون جا، از اون سکو، از اون محلی که هستن به ما هم توضیح بدن. در اصولت دوستان گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. همینجوری که آقای سعیدی برنامه داشت، شما میتونید برنامه داشت باشید. اصلا توی نوشته ها یادداشت کردم آقای چمنارا یه صحبتی کرده، آقای منتی فاطمی صحبتی کرده، اینا همه رو ما میگیم. ولی قبول کنید که همه رو من بگم کار درستی نیست. شماها باید بیاین بگید تا مردم بدونن نظرات مختلفی هست. اجازه بدید من دوربین این چیز رو به اصطلاح فیسبوک رو یک کمی ببرم بالاتر. دست من میاد چلو ولی عیب نداره دیگه، حالا شما خودتون میدونید ما اینجا دست تنها هستیم و شماها هم معمولا همت نکردید که بیاین کمک کنید. دوستانی که روی فیسبوک ما رو میبینید و میشنوید، لطف کنید برای دوستان دیگه خودتونم شیر کنید. اگر دوستانتون هستن بدونن با نظر شما موافقن، مخالفن و یه بحث دوستانه رو بتونیم داشته باشیم. شما هم اگه بخواید میتونید تو برنامه ها باشید، اگه بخواید میتونید مهمون باشید، اگه بخواید ویدیوهای مورد علاقتون. امروز اتفاقا من وقتی داشتم آزمایش می‌کردم، اول با برنامه شعرهای آقای شعرهای خیام با به اصطلاح صدای احمد شاملو گذاشتیم، بعد دوستان نوشتن که آهنگ، رفتیم سراغ یه سری شعرهای شیرازی و آهنگ شیرازی، و یه دوستی آمد گفت بندری، رفتیم بندری. وقتی ما رفتیم بندری ایشون رفته بود در نبودش، وقتی برگشت گفت بندری چی شد؟ گفتیم بابا گذاشتیم تو نبودی. درست فکر کردم بد نیست که مثلا یکی از شماها بیاین آهنگای درخواستی. این روزا هم دیگه مثل دیجی لازم نیست که یک کیفی با خودتون بکشین بیاین با یه دستگاه بزرگی. همه چیز توی یوتیوب هست و خب وقتی هم شما شروع میکنید دیگه مثلا میفهمید کدوم صفحه های یوتیوب یا کدوم به اصطلاح مرجع میگن چی میگن سورس، منبع، کدوم منبع ها بهتر و درستره. مثلا اگه بخواید یه آهنگی از گلپا پخش کنید، میرید توی اون شبکه و از اون مثلا میپرسید گلها اون خوشا آنان که با عزت رفتند و از این ماجراها. ممنونم. اشتون عزیز میگه تصویر خوبه آقا، مرسی. امروز هم اشتون کمک کرد، گفت که اون فریم رو بیار داخل. این نشون میده که این کارش کار هنری و کار فیلم برداری و عکاسی و اینها هم وارده و توجه میکنه. از توجه شما ممنونم. ما که هر چی زور زدیم که این دوستان جوانتر بیان، هنوز نیومدن. امیدواریم آرزو با خودمون به گور نبریم و اینها بیان و شما هم از وجودشون استفاده کنید. خب ببینم که صدا و تصویرمون اینجا چگونه است و اینجا چه میکنیم. بله 56 یا بگو 60، حالا این درسته همه چی. میریم که برنامه امروز رو با شما باشیم. چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر احتمال 99% با آقای یزدان خدابندلو هستیم از آلمان. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی هستیم. البته ایشون هفته قبل به من گفت که چهارشنبه هفته آینده ممکنه از به اصطلاح سر یک کاری باشه که نتونه به موقع برسه. اینو احتمالاً چهارشنبه تو برنامه خودم براتون میگم. و جمعه هم حقیقتش هنوز نمیدونم که آقای
سعیدی هستن یا نیستن، چون خودتون شنیدید که ایشون گفت که من هر وقت که چیزی برای گفتن داشته باشم میام. و یادم سالها پیش خانم گوگوش وقتی آمده بود اینجا میخواست تبلیغ بذاره و اینها، اولین برنامهش این آقای داور گفت که 12,000 دلار باید بدن تا من آگهیشون رو بذارم. خب من وارد نبودم به این کارهای رادیو تلویزیون اینها، گفتم چرا 12,000 دلار؟ شما آگهی چلو کبابی رو میذاری یک ماه 300 دلار یا ماکسیموم 600 دلار، روزی 3 بار 4 بارم میگی، ولی این آگهی اینا رو برای یک کنسرت میخوای 12,000 دلار؟ خندید گفت نگاه کن، اینها یک کنسرت که میان ما همه اون کارها رو باید انجام بدیم که برای اون کلو کبابی انجام میدیم، ویدیو درست کنیم، صدا بذاریم، آگهی بذاریم، بعد اون کلو کبابی از صبح تا شب پای تنور و منقل و اینها، شب ممکنه اگر بلایی به سرش نیاد 1,000 دلار فروش کرده باشه، 200-300 دلار سود خالص ببره خونش. ولی خانم گوش میاد یه شب یه دفعه نمیدونم چند 100,000 دلار فروش میکنن و ما هم بالاخره باید سهمی از این یا کلاهی از این نمد داشته باشیم. حالا در رابطه با آقای سعیدی هم من به ایشون گفتم که شما اگه برنامه روزانه بخوای خب قیمتش فرق میکنه، هفتگی بخوای فرق میکنه، یه هفته در میون بخوای تفاوت داره، و اگر ماه تا ماه بخوای فرق میکنه. در صورت منتظرم و ببینیم اگر ایشون مایل بود تماس بگیرن. و جمعه 3 بعد از ظهر هنوز به اصطلاح چیزی رو یا شخصی رو ندارم در نظر که یا مهمان برنامه باشه یا برنامه گذار باشه، ولی اگر باشن چهارشنبه بهتون خبر میدم. این هم از این ماجرا. بگید ببینیم که آخر هفته شما چگونه گذشته و چه کردید. آقای تیمسار هوشنگ آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور نوشتن برای دوستی به نام مجلسی، بله داریوش مجلسی، هم وطن گرامی، با اشاره به ایمیل جنابعالی و تاریخچه شیر و خورشید نوشته ای را که چند سال قبل در این مورد گردآوری کرده ام خدمتتان ارسال میکنم. ارادتمند هوشنگ آریانپور. این نوشته جالبیه، اصلا از پیدایش پرچم و شیر و خورشید و علامت های مختلف، چجوری یه روز شیر و خورشید 4 دست و پاش رو زمین بود، یه روز یه دستش رفت بالا و چه ماجراهای پیش اومد و اینا صحبت میکنه. ولی ضمن این که خب آدم یاد میگیره خوشحال میشه و اینها، واقعا ابراز تأسف باید بکنیم که ما هنوز بعد از این همه سال در پی چی میگفت اون وقتا میگفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این ملاها بردند و دزدیدند و کشتند و تجاوز کردند و خوردند، ما و دوستان هنوز در این هستیم که این شمشیر رو ساخت بدیم دست شیر یا کج بدیم، شمشیر حضرت علی باشه یا شمشیر داریوش رو نمیدونم فلان باشه. روزگار غریبیست. در صورت آقای آریانپور یه وبسایت خیلی خوبی دارن، بلاگ خودشون به اسم خودشون، اگه خواستید میتونید برید و اونجا به اصطلاح استفاده کنید. اتفاقا یه دوستی دیروز ازشون خواسته بود که اگر امکان داره عکس‌های ایران تهران، عکس‌های قدیم رو بذارید، و این دوستمون برای آقای آریانپور نوشته بود که خانواده پهلوی که کاری انجام نمیده که اینها رو نگه داره اقلا، و شما و دوستان دیگه که این شجاعت و شهامت رو داشتید و این احساس مسئولیت رو میکردید این کار رو هم انجام بدید. فهم من برای دوستم نوشتم که فکر بدی نیست، ولی بعض وقتا اینقدر ما کار داریم زمینن بلدم نیستیم، واقعا تعارف که با خودمون نداریم، بلد نیستیم که حالا اینو درست کن اون عکس رو بذار، زیرنویسش فارسی باشه زیرنویسش انگلیسی باشه، کار میبره. وقتی کار میبره یا باید خودت انجام بدی، یعنی از عمرت وقت بذاری، یا اینکه یه کسی رو استخدام کنی و از جیبت مایه بذاری. عمرا که حالا همه نگرانش هستیم، جیبا هم که تقریبا همه خالیست. خب آقای مونتی نوشته که داشتم کلیپی
از یوتیوب تماشا میکردم مصاحبه دکتر علی نقی عالی خانی با آقای عنایت فانی میدیدم و عالی خانی اشاره به بی بی سی، اشاره به دیکتاتور بودن شاه از سالهای 1345-46 به بعد میکرد، یاد صحبتهای جمعه آقای عباس سعیدی افتادم که اصرار داشت بگوید خدایگان، منظورشون شاه، اصلا دیکتاتور نبوده، جلل خاله. خوب مچش را گرفتی سوربی. حالا بایستی از آقای سعیدی پرسید آیا شما در آن زمانها بودید که بدانید عالی خانی کیست؟ شما بهتر تاریخ گذشته، بهتر تاریخ گذشته را تحقیق کرده اید یا شما بهتر تاریخ گذشته را تحقیق کرده اید یا فردی که 7 سال وزیر اقتصاد بوده و 2 سال رئیس دانشگاه تهران، حالا مدارک حقوق بین المللی و دکترای دولتی در اقتصاد از دانشگاه فرانسه که ایشان در 1335 گرفتن پیشکش. خلاصه چی بگویم سوربی جان که نگفتنم بهتر است. من نمیخواهم برنامه در تلویزیونی داشته باشم و نمیخواهم رهبر جنبشی بشوم. نمیدانم آقای سعیدی میداند که اگر ما به خاطر کتاب قلعه حیوانات، این حالا من نمیدونم انیمال فارم چرا اونجا شده تو ایرانی گفتنش قلعه حیوانات، اینم یه مکافات دیگه ای بود که به اصطلاح تو ترجمه ها بود، فیلم مثلا The Sound of Music یه هم چیزی، آوای موسیقی و موزیک و اینها رو ترجمه کرده بودن، عشقها و لبخندها، اصلا هیچ ربطی به این به اصطلاح تایتل یا عنوان نداره. در اصل اینجا میگه قلعه حیوانات، جورج ارور بایستی 1-2 سال مهمان آن اعلی حضرت آری از مهر در زندان می بودیم و یا اگر زمانی همین عالی خانی رئیس ما بود و در تظاهرات دانشگاه فریاد می زدیم دانشجویان زندانند، زندانبانان جلادند، ای جلاد مرگت باد، بایستی با سر دست شکسته و خونالود به خانه برمیگشتیم و یا در خیابانهای اطراف دانشگاه تعمه ماموران گشت سواک و کتک خوردن مفصل در اتومبیل‌های آنها می شدیم. عجب شاه مهربان و رعوفی. من که نه توده‌ای، نه چریک، نه مجاهد، نه جبهه ملی بودم و فقط اعتراض به دستگیری همکلاسی‌هایم می کردم، چه خطری برای شاه شاهان و مملکت بودم. نتیجه این که به محض اینکه پایم به فضای آزاد و دموکراتیک انگلستان رسید، به جمع تمام مخالفان رژیم شاه از فدایی و توده‌ای و مجاهد و غیره پیوستم سال 1355 و فهمیدم که چه تمدن بزرگی را شاه تبلیغ میکرد و دیدیم که چه شد. شاد باشید و آزاد. هم امید داشته باشید من به شخصه به صورت افتخاری در خدمت شما هستم قربان. ممنونم اشکان عزیز. همین کارای من همیشه گفتم اونایی که کارای کوچولو انجام میدن به هدفشون میرسن، اونایی که سنگای بزرگ برمیدارن، آقا من میخوام برم کره مریخ اونجا از نو یک سیویلیزیشن درست کنم و اونجا آزادی، معلومه که حالا نمیره، چند سال طول میکشه تا تازه برسن به کره مریخ. حالا به کره ماه رسیدیم، چه غلطی کردیم که حالا میخوایم به کره مریخ برسیم؟ هنوز دوای سرطان که پیشکش، دوای سرماخوردگی و آلرژی و نمیدونم دست درد و پا درد و اینها رو ما نداریم. همین مثلا شما هم شیر کن، شما هم رو صفحه اینو شیر کن و همینو برای دوستان بنویس که دوستان شما میتونید مخالف باشید و بیان اینجا نظرتون رو بگید که ما تنها به قاضی نرفته باشیم، چون معروفه میگن تنها بری به قاضی شما بر میگردی راضی. و اما این ماجرای چیزای زیر خاکی و اینها نمیدونم، بعض وقتا دیدید همیشه شما یه مقداری شک دارید به اینها که مثلا آقا در فلان جا 3000 سال پیش یک کاسه گلی پیدا شد که معلوم شد اون شب کوروش در این کاسه گلی دیزی پخته بوده و با گوشت آهوی شکار کرده. بله درست، دی ان ای شناسی هست، بله درست، زمین شناسی هست، همه اینا هست، ولی امروز یا دیروز بود اینو یه نفر برای من فرستاده، آها دوست عزیزمون آقای شهرام خان نوشته که جسد مومیایی شده مادر کوروش کشف شد. مادر کوروش ماندانا است نه؟
بذارید ببینیم چی نوشته. این توی یک وبسایتی این رو داره نشون میده و بله ما میبینیم که توی کوها مثلا یه جسدی رو پیدا میکنن یخ زده و میگن که این مثلا این آقا مال 5000 سال پیش بوده، اونجا که مرده همونجا زیر برف و یخ و اینها و به همین خاطر تازه مونده. ولی اینجا میگه جسد مومیایی شده مادر کوروش کشف. ببینیم که چجوری کشف کردن. طبق نسخه قدیمی بر روی پوست میش نقشه تونلی در وسط تپه باستانی حکمتانه را که با ساروج پلم شده بود. ساروج همون چیزایی نبود که باهاش حوض می ساختن مثل سیمان محکم بود و اینها، باز کردن و در حفاری و کاوش باستان شناسی که رو 3 روز به طول انجامید جسد مومیایی شده از دوران مادها کشف شده که احتمالاً از نوادگان پادشاه دیاکو یا دیاگو است. نام این مومیایی موباناست که احتمال می رود ملکه ماندانا مادر کوروش کبیر باشد. همدان یا حکمتانه 550 سال پایتخت مادها و در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی پایتخت تابستانه بوده است. امپراتوری مادها قبل از امپراتوری هخامنشی بوده است که چندی قبل نیز یکی از شاهزادگان ماد در پارک سنگشیر استان همدان کشف شد. خب حالا امیدواریم که این خبر درست باشه، بیشتر امیدواریم که از این مراقبت کنن، این رو به دست افراد ذی‌صلاح و جایی که باید واقعا باشه نگهداری کنن، نه اینکه سالها پیش بود یکی به من زنگ زد و سوربی من یه سری زیر خاکی دارم میخواستم ببینم شما تو تلویزیونتون میتونید بفروشید. اون موقع تلویزیون بود آقای مهران صدری که بعد این آقای فولادوند و دوستانش آمدند و بعدم دیگه دیدید تلویزیون بسته شد و آقای فولادوند هم در به در و یه سری میگن ایران برده کشتتش، یه سری میگن فراری شده، نمیدونم. در صورت گفتم زیر خاکی چیه؟ گفت آقا شما نمیدونید زیر خاکی چیه؟ گفتم نه آقا نمیدونم، اشکال داره؟ گفت آها جدیدن به اشیاء عتیقه و اینها مخصوصا اونایی رو که از زیر خاک پیدا کردن میگن زیر خاکی و اینها رو توی کشورهای مختلف توی موزه‌های مختلف خرید و فروش میکنن. گفتم نه بنده فکر میکنم اینها متعلق به ملت ایران هست و باید اونجا نگهداری بشه و اصلا نمیخوام توی این کارها شرکت کنم. حالا چی شد و اینها دیگه من خبر ندارم. و اما خوب شد من از شیراز اومدم و الا اگه من اونجا بودم با این وزن سنگین استان فارس به جای هر سال 56 سانتیمتر فرود بره، فرو می رود، حتما هر سال 60 سانتیمتر فرو می رود. پس ببینید من چه فداکاری کردم، از شیراز آمدم بیرون، میخواستم استان شیراز استان فارس فرو نره مثل این احمق ترامپ بابای مسلمونه که خانواده خان آمد گفت که آقای ترامپ تو که میگی مسلمونا برو این نشنال پارک، برو این نشنال سمیتری پارک، برو اینجایی که ارتشی ها و جنگنده ها و به اصطلاح افراد ارتش و اینا کشته شدن و اونجا خاک شدن، ببین یکیش مسیحیه یکیش مسلمونه یکیش زنه یکیش مرده یکیش گیه یکیش اینا، و تو چه کار کردی؟ ما بچه‌مون رو در این راه دادیم، بچه من جونش رو در این راه سکریفایز یعنی از خود گذشتگی، و تو چه از خود گذشتگی کردی؟ این مرتیکه احمق که واقعا هیچ کلمه جز مرتیکه و احمق، شاید این دوتا کلمه باز از سر این زیاد باشه، دیروز آمده تو تلویزیون طرف ازش میپرسه ایشون از شما پرسیدی که شما هیچ سکریفایز نداشتی، از خود گذشتگی نکردی؟ بگو ببینیم کردیم. میگه بله من خیلی کردم، من خیلی زحمت کشیدم، خیلی پول ساختم و منم الان خیلی پولدارم. اصلا این مردی که دیوانه است، عقده داره، اون چی میگن نارسیسیست میگن خودشیفتگان، این اصلا من نمیفهمم. خدا واقعا رحم کنه اگر خدایی است
البته اون هلری هم دست کمی از این نداره، الان هم به اون لقب کلری گذاشتن، یعنی کسی که میکشه، کیل، از کشتن هم بمانه. بیایم اینجا ببینیم استان فارس چرا هر سال داره 56 سانتی متر فرو میرود، و وقتی میگیم فرو میرود منظورمون یعنی ارتفاعش به نسبت سطح دریا پایین میره و کجا میره. این دوستمون این مقاله رو فرستاده، نوشته گزارش امروز روزنامه ایران به قلم مژگان جمشیدی با اشاره به این مطلب میافزاید از سال 1346 که نخستین فروچاله ایران به دلیل برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی در دشت رفسنجان شکل گرفت تا کنون صدها فروچاله دیگر در نقاط مختلف کشور به ثبت رسیده است. از کبوتر آهنگ در همدان و دشت تهران و قزوین گرفته تا فارس و هرمزگان و خراسان، و اما اکنون 2 سال است که استان فارس رکورددار بیشترین میزان فرونشست زمین نه فقط در ایران بلکه در جهان است. به گفته معاون سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور، در حال حاضر 70% از دشت‌های فارس در معرض فرونشست است. در همین حال بررسی نشان می‌دهد نشست سالانه زمین در نیومکزیکو به مقدار 34 سانتی متر در سال بیشترین رقم ثبت شده در کره زمین را به عنوان فرونشست زمین به خود اختصاص داده، ولی اکنون طبق جدیدترین بررسی های سازمان زمینشناسی کشور استان فارس با نشست سالانه 56 سانتی متر حتی نیومکزیکو را هم از صدر بیشترین فرونشست ها در جهان پایین آورده و نام خود را به جای آن به ثبت رسانده است. این صدر نشینی فارس البته به همین جا ختم نمی شود. فارس با همه طبیعت شگرف و متنوع و تمدن سازش در طول هزاران سال گذشته که رکورددار بیشترین تالاب ها و تالاب همون مرده ها رو که قبلا می گفتن حالا میگن تالاب و دریاچه های کشور بوده، حالا در نابودی همه 16 دریاچه و بهره کشی از آبهای زیرزمینی نیز گوی سبقت را از دیگر استانهای کشور رو بوده، به طوری که به گفته وزیر نیرو اکنون بیش از 80% آب مصرفی این استان از منابع زیرزمینی به دست می آید. مقاله نسبتا طولانی است و اگر خواستید شما میتونید برای من یه ایمیل بزنید، من براتون میفرستم، یا همینو شما توی گوگل تایپ کنید و میاد. ممنونم از دوست و خوبمون هنرمند والا واقعا آقای منصور تایید که ایشون هم روی فیسبوک با ما هستن و منتظر شما خواهیم بود. آقای تایید در واشنگتن، در ویرجینیا، ایشون کم این طرف ها میان و هر وقت هم میان ماشاءالله سرشون خیلی شلوغه. در صورت امیدواریم همیشه سلامت و شاد باشن و با طنز و با نوشته هاشون و با هنرمندیشون به صورت نمایش های تئاتر این مردم ما رو شاد کنن، که واقعا کار مشکلیه شاد کردن و خندوندن مردم، علل خصوص خندوندن ملت ما، ملت ایران. اصلا ما با اخم مثل این که دنیا آمدیم. و اما یک ایمیل دیروز به دست من رسید که خیلی ناراحت شدم، متاثر شدم، درباره آقای داریوش تهرانی بود. من داریوش تهرانی رو میتونم بگم که بیش از 20 سال 25 سال هرچی آدمه، هرچی کانون رفتم، ایشون رو میشناسم و همیشه این مسئول بلنگو و صدا و اینها بود و زحمت میکشید، یه سری هم کتابای یلو پیج این منطقه و اینها رو چاپ میکرد، توی کار چاپ و نشر و کارهای فرهنگی و اینها بود. و گویا یک شنبه صبح، دیروز صبح، ایشون فوت شده. وقتی میگن فوت کرده یعنی طرف خودش قدرت داشته میتونسته فوت کنه، من این فکر کنم غلطه، فوت شده. وقتی فوت بشیم دست ما نیست. در صورت بعد دیدم که خانم شوره آسمی نوشته بود که من دوشنبه با ایشون صحبت کردم، گفته بود که حالم خوب نیست، ولی ای کاش بیشتر باهاش صحبت کردیم. دوستم تا هستیم قدر هم رو بدونیم، احوال هم رو بپرسیم.
در هر صورت کانون میخواست امشب برنامه خودشون رو اختصاص بدن به قدردانی و به اصطلاح مموریال یا یاد مراسم یادبود داریوش تهرانی، ولی گویا خواهر ایشون گفته که این کار رو الان انجام ندید، بذارید به اصطلاح سر فرصت یه جای بهتر بزرگتر اینها رو بگیریم. و حالا بعد آمدن دوباره نوشتن که بنا به درخواست خواهر زنده یاد داریوش تهرانی، مراسم سوگواری ایشان با همکاری بستگان ایشان اما در کانون برگزار خواهد گردید. نظر به این که داریوش تهرانی همین امروز صبح، منظورشون دیروز یک شنبه، از بین ما رفت، خواهر ایشان از ما خواستند که مراسم سوگواری ایشان را کمی به عقب بندازیم. اجازه بدید من عکس ایشون را هم بهتون نشون بدم، اونایی که احیانا ممکنه مدت هایشون رو ندیده باشن و قیافه ایشون یادشون رفته باشه. اینم قیافه داریوش تهرانی است، همیشه یک لبخند ملیحی هم به لب داشت و حالا که دیگه رفت از بین ما، روان شاد و یادش گرامی باد. در هر صورت کانون امشب برنامه داره، ولی گفتن چون این برنامه رو به بعد به اصطلاح چی میگن خصوصان دیگه از بس یه چیزی هم آمریکایش یاد میگیریم، ایرانی از کرم موکول کردن یا به تعویق انداختن، امروز دوشنبه اول آگست ابتدا در سوگواری زنده‌یاد داریوش دقایقی سکوت اعلام میکنیم و بعد به برنامه بحث آزاد که قبلا اعلام شده بود میپردازیم. این هم از کانون. و اما خبری که بعد از اون ماجرای مرحوم رجوی الان به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته و خیلی ها دربارش صحبت میکنن، دیدار خانم مریم رجوی با آقای عباس محمود عباس. با اجازه بدید اینجا بهتون نشون بدم، نمیدونم والا چی شده، این عربا مثل این که حالا که فهمیدن آقای رجوی فوت شده همه به دست و پا افتادن و دوروبر این خانم رجوی خیلی میپلکن. در هر صورت میبینید با چه ذوق و شوقی اینها این دفاتر و عکس ها رو دارن نشون میدن. حالا ببینید کاری رو که صدام نتونست برای اینها انجام بده، محمود عباس که کشور خودش دوچار این بدبختی و درگیری هست چجوری میخواد به اینا کمک کنه. و من واقعا نمیفهمم توی مغز این مجاهدین چیه، اینا دنبال چی هستن؟ خب اگر دنبال پول هستی که الان عربستان سعودی بهترین و بیشترین پولی میتونه بهتون بده، اگه دنبال قدرت هستید که آمریکا و اسرائیل میتونه بهتون قدرت بده، خب چرا اینا بهتون نمیدن؟ برای که اون سناتور فرانسوی میره میگه اینها اسب مرده هستن، رو اینا شرطمندی نکن. در صورت این خبر هم بود، من گفتم به شما هم بگم، هر کس در این مورد بخواد صحبت کنه بیاد و مهمان ما باشه. دوستان عزیز، همین جوری که میبینید من الان برنامه ها رو به غیر از روی تلویزیون مردم برای شما هم روی وبسایت، هم روی فیسبوک مردم تیوی پخش میکنم، هم روی فیسبوک صفحه فیسبوک شخصی خودم پخش میکنم، شما هم میتونید از این امکانات استفاده کنید و هیچ خرجی هم نداره. ولی برای یاد گرفتنش یا باید خودتون وقت بذارید یاد بگیرید، اگه خواستید ما اینو به شما یاد بدیم، یا مبلغی هم شما در قبالش به تلویزیون مردم کمک کنید و یاد بگیریم که برای چیزی که میخوایم باید به اصطلاح هزینه صرف کنیم، خرج کنیم، هزینه پرداخت کنیم، و الا تو آمریکا میگن نهار مجانی به کسی نمیدن. و اما دوستی واقعی، همیشه ماجرای این دوستی انسان و حیوانات رو شنیدیم و به اصطلاح این برانور هم بوده، و چون میگن یه عکس بهتر از هزار کلمه هست، اجازه بدید که من این عکس ها رو به شما نشون بدم. و ممنونم از دوستی که این رو برای ما ارسال کرده. سگا که دیگه اصلا نگو، شما یعنی حرف و صحبت دوستی سگ که میاد میگن بهترین دوست مردا است، و شما میدونید که واقعا این سگ در تاریخ از اول به اصطلاح پیدایش یا پیدایش اونها یا پیدایش انسان، نمیدونم اگه طبق فرمول
داروین بریم، معلوم نیست کی زودتر اومده. اگه طبق فرمول خدا بریم، خدا میگه من یه آدم و حوا گذاشتم، بعدش هم دیگه توضیح نمیده این همه سگ و گربه و موش و نمیدونم کرم و فلان اینها از کجا آمدن. داستانه به قول معروف کامل نیست. حتی این آقای پوپ گفته جهنم و بهشتی وجود نداره، داستان آدم و حوا هم ساختگیه و من خداییش بهتون بگم. من فکر میکنم این آقای پوپ از تمام آخونده، از تمام پوپهای قبلی حقیقتا موزیتره و این وقتی که آمد دید مردم دارن شکایت میکنن، شاکی شدن که این به اصطلاح پریست ها، این پدر روحانی ها اینا چجوری سو استفاده میکنن، اون ماجراهای جنگ جهانی دوم، پول های واتیکان، بزرگترین بانک دنیا همین بانک واتیکانه، خود اینها میان میگن دیوار نداشته باشیم، تنها شهری که الان دیوار داره تو دنیا همین شهر که چه عرض کنم کشور واتیکانه و ایشون به نظر میاد که فقط وظیفش این بود که بیاد ماست مالی کنه و مردم رو یه جوری آروم کنه و باز هم توی کلیساها نگه داره. اونو بذاریم به حال خودش، برگردیم دوستی این حیوانات خوب را با این انسان ببینیم که این سگ به این گندگی 100 پوند 50 کیلو چجوری سرش رو گذاشته رو زمین و اون بچه که حتی هنوز بلد نیست به اصطلاح چجوری از توالت استفاده کنه و توی پمپرز و دایپرز هست، چگونه پاش رو گذاشته رو سر اون و رفته داره به اصطلاح فضولی میکنه. عکس ها بسیار زیبا هستن. من خودم یعنی تو خانواده همون، تو خانواده اینجا 4 تا سگ داریم، برادرم 2 تا سگ داره و واقعا دوستی و محبتی که این سگ ها دارن، آمریکایی‌ها بهش میگن unconditional love، یعنی عشق و محبت بدون هیچ انتظاری، بدون هیچ توقعی. و نمیدونم این به اصطلاح چگونه شروع شده، مثلا اون سگای استرالیایی رو شما ببینید چجوری پا به پای چوپان، پا به پای شبان به اصطلاح از بره ها، از گله نگهداری میکنه، یعنی میدوه با چشمش به اینا دستور میده که بیاین این ور برید، اون ور برید، توی آغل میگفتن و الی آخر. این عکس ها خیلی زیاد بود، ممنونم از دوستی که زحمت کشیده و همه این عکس ها رو در یک ایمیل برای من فرستاده تا من هم بتونم به شما نشون بدم. و هر روز هزاران چیزای خوب، عکس های خوب میبینیم این ور اون ور. متاسفانه قدرت خبرهای بد بیشتره و خبرهای بد نفوذشون روی ما بیشتره. دیروز با این دوستمون آقای اقبال صحبت میکردم، گفت واقعا بعضی وقتا اعصابم انقدر خرد میشه که نمیدونم چه باید کرد. گفتم بهترین کار اینه که بلنشی کامپیوترت رو خاموش کنی، بذاری کامپیوترت هم خنک بشه، خود شما هم را بیفتی بری بیرون یه قدم بزنی، هم اعصابت راحت بشه، هم اکسیژن بیشتری به مغزت برسه و به اصطلاح یه مقداری هم از این خبرهای خوب استفاده کنی به جای خبرهای بد. و خبر خوب هم تو دنیا زیاده، هنوز به اون نقطه نرسیدیم که فکر میکنیم آخر دنیا هست، آرمگیدی و نمیدونم همه چی فقط بدی است. چیزی که هست همون جوری که گفتم، اگر 1000 تا هواپیما سالم امروز از یه نقطه A پرواز کنن به نقطه B برسن و 1,300,000 تا هرچی، اگه 1000 تا حالا بگو 300,000 تا مسافر سالم برسن، یه دونه تلویزیون یا رادیو گزارش نمی کنه که 1000 تا هواپیما سالم رسیدن، 300,000 تا مسافر سالم. ولی اگر یک هواپیمای یک نفره ای یه جایی سقوط کنه، اون یه نفر حتی مثلا زخمی هم بشه، همه رادیو تلویزیون ها نشون میدن. در صورت اینم ذات بشر هست که توجهش بیشتر به اخبار بد هست تا اخبار خوب. باز ما بریم یه کمی، شما امروز دوشنبه است و خسته هستید از تعطیلی، اینم یه ماجرای یکی از دوستامون رفته بود مسافرت، وقتی برگشت گفت که من حالا یه هفته ای هم میخوام استراحت کنم تا خستگی مسافرت. گفتم به به، پس شما از تعطیلات تا
تعطیلات میگیری، یا به قول اینها وکیشن، برای وکیشن میگیری. تصاویری نایاب از تهران، و شاید همین بود که اون دوستمون گفته بود ای کاش آقای آریانپور عکس‌های قدیمی تهران و ایران رو در بلاگ خودشون میذاشت. این دوست ما آقای کامران نیاکان که وکیل مبرزی هم هست در این منطقه مریلند و اینها، یک وبسایتی داره به نام Iranian Everything. امیدوارم اینها هم به اصطلاح کانسیدر کنن، یعنی مورد توجهشون قرار بگیره که برای جلب دوستان هر روز چند تا عکس جدید بذارن. بعد خود به خود مردم میشن، اون وقتا میگفتن مثل کبوتری که شما براش دون میریزی و اون مثلا دو بعد از ظهر میدونه شما از دبیرستان آمدید، اونم میاد که اونجا دون که براش ریختید. ما بچه بودیم اذیت میکردیم دیگه، این گنجشگاه رو سیگاری کرده بودیم و این بیچارا خمار میشدن میومدن، خود ما هم با حماقت سیگار میکشیدیم فوت میکردیم تو سرچشم اینها. بله، مدرسه رو بذارید ببینم چیز دیگه هم نشون دادم داشتم حرف میزدم یا نه. آها، این ماجرای این دروازه خیلی جالبه. عکس‌های زیر توسط جعفر شهیدی در زمان قاجاریه از تهران قدیم گرفته شده است. دروازه گمرک. اگر تا دمدمهای غروب خودت را به شهر میرساندی میتوانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر رو پشت دروازه‌های بسته میماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی‌ها صبح میکردی. یا اگر دلت می آمد که باید دلت می آمد سر کیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زرد رنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند. به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندقهای عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها از بعد از اذان صبح تا دو سه ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر طاق های کاشیکاری شده آنها عبور کنی. و اما مدرسه، این مدرسه تهران قدیم توضیحی ندادن، ولی ببینید که اینها اولا وضعشون خوب بوده، نسبتاً هر کسی یه میزی داشته، یه صندلی برای خودش، مثل ما چهار نفر پشت یه نیمکت بشین و نمیدونم کت و نیمکت نبودن. و اون موقع مثل که وسائل نوشتاری نبوده، اینا از این حروفی که با هم میچسبوندن حقیقتا مثل حروف چینی توی چاپخونه ها بوده استفاده میکردن و بچه ها دارن با این به اصطلاح نمیدونم چوبه چیه میچسبونن به هم و مینسه بابا انار داد و الی آخر. خب بیان ببینیم که این عکس، بله اینو توضیح ننوشتن که چیه، ولی یکی از خیابون های تهران هست و رانندگی و ماشین ها و اینها رو نشون میده. و بعد پهلوان معرکه گیر برای کسب روزی با یک خرس در خیابان های تهران کشتی میگیرد. این هم از این ماجرا. مظفرالدین شاه در باغچه خانه ای نه چندان مجلل استراحت میکنند. خب خونه های قدیم همشون اینجوری بود، چندری بودن، پنجدری بودن، چهاردری بودن، سهدری بودن. هنوز تو شیراز خیلی از این خونه ها هست که یه حیاط وسط دور تا دور اتاقا و برای به اصطلاح خنک کردن اون از همین حوض و آب پاشیدن و اینها استفاده میکردن و تا اون موقع، تا اون زمان اصلا کولر اختراع نشده بوده، بعدم توی ایران هنوز نیومده بوده. اداره پست تهران قدیم نوشته که اداره پست و صندوق مالیه. خب بازار پارچه فروشان تهران هم داره میاد که شما ببینید به این صورت می نشستن از صبح تا شب تا مردم مثلا خانم ها بیان ازشون پارچه بخرن. عطاری تهران زمان قاجاریه رو هم ببینید که تزیینات با صابون سفید، این هنوز هم توی بازار شما وقتی میری، این روزا که خیلی قشنگتر دیدم توی تهران عکسایی که هست،
این ادویه و اینها رو خیلی قشنگ تزیین میکنن اونجا میچینن و این خب کار قشنگیه دیگه، مردم وقتی میبینن هوس میکنن که بخرن یا بخورن. این هم بستنی فروشی در تهران، بستنی دورگرد. و جالبه برای من که بدونم توی اون زمان چی کار میکردن، یخ میریختن یا اون برف، چون قبل از یخ میدونید برف زمستون رو نگه میداشتن در یک جایی، بعد تابستون ازش استفاده میکنن. من خودم یادمه که برف رو می آوردن با اره هم می بریدن، بعد دیگه شروع شد قالبای یخ، که قالبای یخ رو یه قالب، نصف قالب، یه چهارم اینها. بعدم دیده بودم که بستنی فروش ها، و من همیشه فکر میکردم اینا نمک می ریزن روی یخ که بیشتر دوام داشته باشه، در صورت که برعکس، نمک شما می ریزید روی آب زودتر آب میشه. و اینا این کارو میکردن که اون آب یخ بره دور جوتی پالوده و بستنی و اونا بتونن پالوده و بستنی درست کنن و یخ ها نچسبن یه جایی و تماس نداشته باشن با اون سر. در صورت یادش به خیر، ما هم دیگه کم کم هر چی رو میبینیم همش میگیم یادش به خیر. و این هم میدان رژه تهران، نمیدونم احتمالاً این همون توپخونه است یا جای دیگه، چون توپخونه همون جلوش باز بود، یه جای به اصطلاح فضای بزرگی بود. خب مظفرالدین شاه اینجا نشون میده روی اسب و این افراد لابد حکومتی و وزارتی و اینها هم دور برش هستن. بعد دوباره میریم بازار تهران، اینم بازار تهران. اگه این عکس‌ها رو خواستید برای من یه ایمیلی تا دوشنبه، تا فردا، پس فردا بفرستید، براتون میتونم ارسال کنم. اگر نه روی گوگل بزنید پیدا میشه. و این یک کرسی رو نشون میده دوستانی که ما توی شیراز کرسی استفاده نمی کردیم چون انقدر شیراز سرد نمی شد، ولی تهران اقوام ما اینها یادمه که یک میزی بود، یک پتوی مینداختن روش، یک لحافی چیزی مینداختن روش، اون زیرش یک منقلی رو که برده بودن زغالش به اصطلاح حال اومده بود که دیگه گاز کربونیک نداشته می آوردن تو، ولی همونم خدا میدونه چند نفر خفه شدن، خدا میدونه که چند نفر آتش سوزی، ولی میبینید یه عده از بچه‌ها رفتن خوابیدن، اونا هم همشون، این همش از نبود امکانات بوده دیگه، نبوده یه چیزی که بوده گرم میکردن همشون یه جا می‌نشستن دور هم. و اما سال 1298 رو نشون میده، پهلوانان نمیمیرن، عنوان این عکس یه سری به اصطلاح باستانکارای زورخونه دارن اونجا با میل و اینها نمایش میدن. اولین واگن اسبی به همراه مسافرین، و بعضیا فکر میکنن مثلا اولین راه آهن جنوب به شما یا شما به جنوب بوده، اون نبوده، گویا اولینش همون ماشین دودی شابدالعظیم بوده. و میبینید اینجا حتی تو این زمان که با اسب هم میکشیدن، ولی اون چرخاش آهنی بوده و روی ریل باید میرفته. یک مغازه فروش لباس دست دوم سال 1286، خب همه نداشتن که لباسهای نو بخرن، یه عده لباسهای دست دوم می‌خریدن. حتی تو آمریکا هم امروز این کار رسمه. و از این قشنگتر من دیدم که توی ایران یه دیوارهای درست، یعنی دیوارها که هست ولی روش نوشتن دیوار محبت، اگر چیزی اضافه داری بذار، اگر چیزی کم داری بردار. یعنی همین کار سالویشن آرمی و گودویل و اینا رو اونها دارن به یک نحو بهتری انجام میدن، امیدواریم در کارشون موفق باشن. پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان، و این قاجارا مثلا اون صنعت فیلم برداری و اینها، پیانو، وسایل موسیقی و اینا رو اینا آوردن توی ایران. و ای کاش که یه مقداری با سواد بودن و مملکت رو اونجوری عقب نگه نمی داشتن که ما امروز هی این دوستان طرفدار پهلوی بگن دیدید براتون یه جاده ساختیم، چشم. حالا لابد فردا هم آقازاده آخوندا میگن دیدید ما براتون تلفن بی سیم آوردیم، هی بگید خدا بابامونه بیامرزه، خدا باباتونو از بهش نجات بده.
پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان، همین کالسکه‌ای هم که امروز هنوز می‌بینید و اینها توی همون قرن 19 و 18 اینها موندن. و اما قمه‌زنی محرم عهد تصویر کمتر دیده شده از احمد میرزا. من قمه‌زنی نمی‌بینم ولی این تصویر رو می‌بینم. دوستان باورتون میشه احمد شاه با این سن و سال پادشاه مملکت بوده؟ اگه اشتباه نکنم یا 12 سالش بوده یا 14 سال. اون وقت توی اون دوره این انقدر چاق بوده، نگاه کنید بچه ها معمولا چاق نیستن، این بچه انقدر چاق بوده، آخرش هم که دیدید گفت من اگر در فرانسه وایسم لبو فروشی کنم نمیخوام پادشاه ایران باشم. خب فقط در تهران ادا خواهد شد، فقط در تهران قابل نقد شدن است. میبینید اون بالای این پول اسکناس، توی ایران به اسکناس نوت هم میگفتن، یادتونه؟ یا اقل تو شیراز و خوزستان میگفتیم، میگفت پول نوت داری یا سکه داری. نوت، فکر کنم این هم کلمه نوت اینجا اونجا شده نوت. در صورت فقط در تهران ادا خواهد شد، فقط در تهران ادا خواهد شد، یعنی این پول فقط توی تهران لابد چیز داره. بعدم نوشته بانک شاهنشاهی ایران 1 تومان. این هم از این ماجرا. خب دوستان عزیز بریم سراغ چیزای دیگه و من یه نگاه سریع بندازم به فیسبوک. به دوستان گفتم اگر روی فیسبوک نظر بدن و من بتونم بخونم و ببینم در مورد نظرشون صحبت خواهیم کرد. و اما امروز هم دو جا هستیم روی فیسبوک، هم صفحه شخصی خودم به نام پارسا سربی، هم روی تلویزیون صفحه تلویزیون مردم که مردم tv.com هست، ببخشید facebook.com/ یا ممیز مردم tv. بله اینجا هم دوستان فقط لطف کردن، همون اشتان نوشته که هر امری داشته باشید. من ممنونم از شما، من عرضی ندارم، امیدوارم افرادی مثل شما خودشون بیان، حتی این آهنگای درخواستی شروع کنن با دیگران صحبت کردن، شروع کنید مشکلات شما با پدر و مادرهایی که همسن و سال من هستن که همش فکر میکنن اونا درست میگن، شما جوونید، شما نمیفهمید، همش میگیم ما یه پیرن بیشتر از شما پاره کردیم. اگر از اون سوال کنید کجا این پیرن رو پاره کردید، معلوم میشه تو دعوا، یعنی نشون میده ما اینقدر وحشی بودیم که اون پیرنی هم که پاره کردیم تو دعوا بوده. در صورت اینم از این ماجرا. و پول مرکل میدونه که در چند روز گذشته توی آلمان تظاهراتی بود برای این خانم به اصطلاح صدر اعظم آلمان. نوشته مرکل on the ropes, thousands of German protesters take to the streets saying she must go. نوشته هزاران تظاهر کننده توی آلمان گفتن که she must go، یعنی این باید بره، و گفتن که این در باز گذاشته روی مهاجرین و آلمان رو به اصطلاح ناامن کرده. این هم از این ماجرا. بله What's difference between US and Iran election? The best answer will receive Nobel Prize in near future. آقای هست به نام دکتر عباس، ایشون قبلا خیلی فعال بودن، می نوشتن مقاله، پست می کردن حتی برای من، منم استفاده می کردن. چند مدتی بیمار شدند و اینها، و اتفاقا دیدم رفتن ایران، حتی سر خاک فردوسی در اون مورد هم صحبت می کنم. بهتون گفتم که به هیلری الان میگن کیلری، یعنی این میخواد بیاد آدم بکشه و اینها، چون گفته که من جنگ رو نمیدونم اینجوری و فلان اینها. اینجا نوشته پرزیدنت کیلری، بعد نوشته would the worst survive president here. میگه آیا دنیا اگر هیلری رئیس جمهور بشه به اصطلاح سوروایو، یعنی زنده موندن، باقی موندن، میگه باقی میمونه. خیلی ها فکر میکنن که اگه این بیاد ماجرای جنگی بین اینا و روسیه بشه، الان روسیه باز میخواد برگرده به اون اتحاد جماهیر شوروی، حتی یه جایی از ایران و جای دیگه دعوت کرده که بپیوندید به ما تا برگردیم و اینها. در اصل نمیدونم، میگن ممکنه جنگ جهانی سوم به صورت وخیمتری انجام بگیره که ممکنه اصلا این دنیا رو نابود کنه.
و اما خونین ترین سقوط بالون در تاریخ آمریکا 16 کشته بر جا گذاشت. میدونید که این بالون ها یکی از چیزایی که قدیما ازش استفاده میکردن، هنوز هواپیما درست نشده بود و اینها، با این بالون هایی که به وسیله هوای گرم، وقتی که هوای گرم رو میفرستادن توی این بالون، سبکتر از هوای بغلش میشده میرفته بالا. بعد اون مسئولش هم بلد بوده که این اجاقا رو چجوری روشن کنه، کم کنه، سبک کنه، شن بذارن بندازن پایین سبک بشه بره بالا، بعد وقتی میخوان بیان پایین چجوری اون هوا رو چیز کنن. خلاصه الان تبدیل شده به یه سرگرمی و به یک وسیله‌ای که خیلی هاش استفاده میبرن به اصطلاح به عنوان هابی یا سرگرمی. حتی در شیراز من دیدم یه جشن خیلی بزرگی برقرار میکنن و عکسای بسیاری فرستاده بودن که توی حافظیه شیراز اینها میان نمایش میدن این بالونها رو، رنگهای مختلف، شکلهای مختلف، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، و وقتی که میرن بالا آسمون رو اصلا رنگارنگ میکنن. ولی پریروز یا سیرکوم دیروز خونین ترین سقوط بالون در تاریخ آمریکا، 16 کشته بر جای گذاشت. مقام ها در تگزاس آمریکا مرگ تمامی سرنشینان بالونی که صبح امروز در نزدیکی شهر آستین سقوط کرد را تایید کردند. این بالون حدود ساعت 7:40 صبح به وقت محلی در محدوده 50 کیلومتری شهر آستین مرکز ایالت تگزاس سقوط کرد و به گفته شاهدان عینی پیش از سقوط در آسمان آتش گرفته بود. گویا برخورد کرده به اون یا دکل یا سیمهای برق که بین به اصطلاح تو هوا میبینید و اینها. و اون دیدم یه ویدیویش رو یکی از این شریف، یا من واقعا نفهمیدم، ای کاش یه روزی این دوستمون مثلا همین آقای کامران نیاکان برای ما توضیح بده این چیه. مثلا میبینید تو فیفت شریف هست، مارشال هست، پلیس استیت ویرجینیا هست، پلیس فیفت کانتی هست، بعد پلیس شهر وینا هم هست. حالا تو ایران داشتیم، خب شهربانی بود، بعد ژاندارمری هم داشتیم. بعد میگفتن ژاندارمری برای جایی که به اصطلاح شهریت نداره، ولی اینجا نمیفهمم چی به چیه. در صورت اون آقای شریف میگفت که این خلبان این یا مسئولش هر کی آدم با تجربه‌ای بوده و نمیدونیم اصلا چه اتفاقی افتاده، چطور شده که این دکل برق و اینها رو ندیده و به اینجا خورده، به چی میگن، و آتش گرفته. اول آتش گرفته، بعدم وقتی افتاده پایین 16 تاشون بیچاره ها از بین رفتن. و حقیقتا اونایی که میرن به نظر من مخصوصا یه دیگه فوت میکنن میرن، خب راحت میشن، ولی خانواده های داغدارشون بیچاره چه داغی رو باید تحمل کنن. طرف رفته یه ساعت دو ساعت سوار این بالون بشه، بعد بیاد عکسای زیبا نشون بده، تعریف کنه که چقدر خوش گذشت از اون بالا، زمین چه زیبا بود و اینها، حالا باید برن دنبال دفن و کفن و اوضاع و احوال. خب من میر حسین موسوی آمدم، این روی دوستی برای من فرستاد، گفتم این پدر سوخته میر حسین موسوی رو باید دست بسته تحویل دادگاه عدل مردم، نه این دادگاه انقلابی ها رو بلش بدن تا بگن آقا تو وقتی این سوربی کارمند آموزش پرورش بود، تو نخست وزیر بودی، بعد که من سال 62 آمدم بیرون، 5 سال بعدش هزاران زندانی رو شما کشتید، کی مسئوله؟ اگه تو که نخست وزیری مسئول نیست، اگه خامنه ای که رئیس جمهور بوده مسئول نیست، یا رفسنجانی که رئیس جمهور بوده مسئول نیست، خمینی هم که به هیچ که جوابگو نبود، اونم مثل آقای رجعی فقط به خدا قرار جواب بده، خب کدوم پوفیوزی پس مسئوله؟ حالا از این بیچ بدتر آدم دلش میسوزه که یه عده این رو به عنوان ناجیشون میخوان انتخاب و افتادن دنبال پشت سر این. من که امروز دیروز بود 2000 روز اگه اشتباه نکنم روز حصر اینا بود، خب اگر 2000 تقسیم بر 360 کنید، از سال 1388 که اون ماجرای انتخابات بود و اینها در حصرن. حالا این دیگه چه نوع حصریه اونم بمانه. اگه این زندانه، پس اون زندانی که مردم بیچاره رو میفرستین اون چیه؟ اگه اون زندانه، پس این چیه؟
در هر صورت دوستان من نمیدونم شما از میر حسین موسوی چی دیدید، بیاین برای ما هم بگید، شاید ما نادانم نمیفهمم، اقلا کمک کنید به فهم و دانشم. و اما میگه که با سلام، این رو دوستمون آقای فرزین از آلمان نوشتن، با امید روزی که آقای فرزین خودش با صدای خودش قشنگ این نوشته هاشو بخونه که ما اینجا وقتی میخونیم خجالت نکشیم که یه وقت عرقه گفته باشیم. اون روز دیدم آقای مصداقی صحت و سقم رو میگه صداقت و سقم، صحت و سقم رو میگه صداقت و سقم، برایش نوشتم بابا جون این صحت و سقمه، مثلا یه مسئله رو میگن میگن ولی من صحت و سقمش رو نمیدونم، یعنی درست بودن یا غلط بودنش رو نمیدونم. با سلام، پس از اعلان تظاهرات گسترده آخر این هفته یک شنبه دیروز جهت حمایت از اردوغان، چهار گروه، این دوستان اردوغان میگن، اردوغان میگن، اردوغان میمیستن و مهم نیست، خود این شخص آدم موجود بی خودی، حال دیگه اسمش ما نگران باشیم. بله، چهار گروه دیگر نیز همزمان به برگزاری تظاهرات مخالف خواهند پرداخت، از جمله راستگرایان افراطی آلمان به دلیل پرهیز از خشونت‌های احتمالی کردها شرکت نمی‌کنند. هرچند که تظاهرات فردا در دو طرف رودخانه راینش شهر کل انجام خواهد شد، فرانکفورت ام مین، ویستبادن ام راین، اینا توی آلمان یاد گرفته بودیم چون اون دو تا رودخانه مهمی که بود شهرها رو برای اینکه بگن کجا قرار گرفته میگفت مثلا فرانکفورتی که بغل مین هست، رودخانه مین، اون نمیدونم ویسبادنی که بغل میخانه راینه، در صورت یادش بخیر 30 سال پیش اونجا بود. در دو طرف رودخانه راین شهر کورن، لابد کورن از راین، ام راین، انجام خواهد شد، اما به هر حال تنش سیاسی بین آلمان و ترکیه افزایش خواهد یافت. لازم به توضیح است که اقلیت 3 میلیون ترک، نیمی با تبعه آلمانی، در اروپا یک دست نیست، علوی ها، کرد ها و و، ولی نفوذ دولت ترکیه سازمان امور دینی را نمیتوان نادیده گرفت. یعنی درست این آخوندا اینم از طریق مسجدها، از طریق پول دادن، حتی تو کشورهای خارج از ترکیه هم نفوذ خودش رو و پایگاه های خودش رو درست کرده. حالا شما چجوری میتونی پولی رو که مثلا این رئیس جمهور چیز دستشه داشته باشی؟ ارتش دستشه، پول دستشه، چون پول دستشه این افراد دینی هم به نفع اون صحبت میکنه. خب، روابط اقتصادی دو کشور نیست، 36 میلیارد حجم مبادلات سالیانه حائز اهمیت است و بالغ بر 6000 شرکت آلمانی در ترکیه به مسائل تولیدی و اقتصادی میپردازند. ارادتمند فرزین نوشتن بین ترکیه و آلمان درباره مسائل صنایع دفاعی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و علوم سیاسی، علوم صنایع، تکنولوژی، دانشگاه، مراکز علمی همکاری دو جانبه و یا در چارچوب ناتو گسترش یافته است. اینم از این. خب بریم به این چیزی که براتون بعدن اینجا گذاشتم به نام 300 میلیارد دلار پول بلوک شده ایران پس از برجام آزاد شد. من نمیدونم این دلار به اصطلاح 30 میلیارد، ببخشید اشتباه خوندم، همین بود، چون خونده بودم 300، گفتم اینا که همش نقل 140-150 تا داشتن صحبت میکردن، حالا چطور شد که شده 300؟ ولی گویا 30 میلیارد دلار از اون پولایی که بعد از برجام قرار شده با ایران آزاد کنن. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن آمریکا این پول رو داره به ایران میده، یه احمقی مثل ترامپ میگه ما بهشون پول میدیم، این پول مال خود ایران بوده، ایران و حکومت آخوندها با بیکفایتی بهانه دادن دست دولت‌های اروپا و آمریکا که این پول‌ها رو نگه دارن و هر کاری دلشون خواست با این پول‌ها کردن، حالا یه مقدارشو دارن پس میدن، اون وقت اونا چقدر خوشحال شده. یه ماجرایی براتون بگم، یه دوستی از نیویورک برای ما 100 دلار با پیپل فرستاده بود، شما اینو داشته باشید، چون توی اسم شرکت ایشون کلمه ایران هست
و این احمقای هوملند سکیوریتی و نمیدونم دید، مثل اون دختره بود که بابا بزرگش رفته بود برای باباش آیپد بخره، آقای گفته بود شما به چه زبان فروشنده اپل، گفته بود به چه زبانی صحبت میکنید، گفته بود ایرانی، وقتی خواسته بودن چی بخرن گفته بود من نمیتونم به شما بفروشم چون شما ایرانی هستین و ما آمریکا نمیتونیم با ایران، طرف گفته بود آقا من که دولت ایران نیستم، بعدم من که تو ایران نیستم، من اینجا آمریکا هستم، تو کالیفرنیا که نیاک و سازمانهای دیگه هم خیلی تبلیغ به اصطلاح دفاع کردن و اپل فکر کنم یه نامه عذرخواهی هم نوشت اگه اشتباه نکنم. این دوست ما از نیویورک یه $100 فرستاده که بیاد برسه به ویرجینیا که من هستم. این پول آمده تا پیپل. تصور کنید نقطه A نیویورک، نقطه B پیپل، دلال واسطه چی میگن دزد سرگردنه، نقطه C سوربی تلویزیون مردم. ما اینجا که نشستیم یه نامه برای ما اومد با ایمیل که $100 یه نفر برات فرستاده، ولی چون این خیلی مشکوکه، این خیلی مشکوکه، ما اینو نگه داشتیم و اینو ما نگاه میکنیم، ریویو میکنیم، ببینیم چند تا داعشی از توش میاد بیرون، ببینیم چند تا آدم کشته شده، چه مقداری کوکائین فروخته شده، توی 24 ساعت تا 72 ساعت برای شما میفرستیم. دوستان به جان شماها، به جان خودم، امروز اول آگست و از می 29 یعنی از 29 برج 5 تا برج 7 میشه 2 ماه و 2-3 روز هم میگذره، 63-64 روز گذشته. حالا گوش کنه، این بنده خدا پول رو داده، پول اومده اینجا، منم اینجا، پول رو نگرفتم دیگه، آخر کار گفتیم آقا شما پول تو پس بگیر. ایشون لطف کرد برای ما چک فرستاد، برایش کار انجام داده بودیم، کار ویدیویی، برای ما چک فرستاد. خب اینم زنگ زده آقا پول منو بدید. پول اینه که دادن، آمدن من رو $100 از حساب من برداشتن، $20 منو جریمه کردن. زنگ زدم 5 بار اون روز، هی ما رو منتقل میکنن هر کدومشون، هی میگی بعد که تازه میفهمن میگه آقا این از قدرت اختیار من بیرونه، منتقلت میکنن به یه جایی دیگه. میگم بابا جون این پولی که به دست من نرسیده چرا از من میگیری؟ خب طرف شاکی شده، شاکی از من که نیست که، شاکی از شماست که پولو نگه داشتید 60 روز، پولشو بهش بدید. نه چیزی آمد نه چیزی رفت. بالاخره امروز اون $20 که جریمه کردن پس دادن، $100 به ما دادن، تازه یه نامه امراش اومده، ما به صورت موقت $100 به شما دادیم. میگم شما من $100 ندادید، شما $100 که از حساب من برداشته بودید پولمو دادید. یک دزبریه واقعا. این میگن چی میگن، وقتا میگفتن highway robbery یعنی دزد سرگردنه، به انگلیسی میشه highway robbery. آخه اینجا هم بوده که مثلا میدونید طرف با درشکه ولفارگو میرفته بانک پول میبرده، اینا وای میشدن از اون بالا میمدن با تفنگ و اینا، حتی راه آهن و اینا رو پولاشو میدوزیدن منفجر میکردن میبرده، به اینا رو میگن highway robbery. حالا شده high-tech robbery. شما تو خونت نشستی یه احمقی زنگ میزنه که نمیدونم IRS هستم، اگه این پولو ندی فلان میکنم. ما یه دوستی که بیزینس داره بهش زنگ زده بودن، خب این بیزنسمنا یه هفته صبر میکنن، جمعه و شنبه اینا فروش کنه. جمعه شب زنگ زدن که اگر مثلا $500 نریزی به حسابت، برق تا یه ساعت دیگه قطع میشه. این بنده خدا هول شده رفته ریخته به حساب، بعد به اداره برق زنگ زده گفت نه شما، شما کسی که برق شما رو قطع نمیکنه. اینم بهش میگن های تک رابری. خب حالا بیام سراغ این برای شما بخونیم ببینیم چی. و همین یه اشکالش هم اینه که ماها وقتی یه کلا سرمون میره خجالت میکشیم بیایم بگیم که بابا یه نفر کلا گذاشته سر من، دوستان مواظب باشید کلا سر شما نره. همین ماجرای آقای بیژن سفسری، یه دوست دیگه زنگ زد گفت آقا من اینقدر به این کمک کردم، بیزینس براش بردم فلان، حالا پول اونا رو نداده، پول اونا رو نمیدونم خورده، پول منم که نداده هیچی، اونا از من شاکی شدن. در صورت که اگر همون اول کار
یه نفر بیاد بگه آقا این ویژن سفسری، مثل همون من تا روز اول اتفاق افتاد آمدم گفتم این ویژن سفسری کلاه برداره، مواظب خودتون باشید. دیگه من اقلا گفتم اوکی 30 میلیارد دلار پول بلوک شده ایران پس از برجام آزاد شد. این نهم مرداد یعنی پریروز نوشته که به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تصنیم بانک جهانی طی گزارشی باتر این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان می‌دهد نوشت کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولید کنندگان نفت منطقه وارد شده است، زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولید کنندگان نفت متنوع‌تر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود 30% از درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد. این نهاد بین‌المللی همچنین از افزایش 600 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرای شدن برجام از 16 ژانویه 2016 خبر داده و اعلام کرد دولت ایران افزایش این رقم به 800 هزار بشکه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد که بدین ترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها قبل از 2014 خواهد رسید. بانک جهانی در ادامه گزارش خود از آزادی 30 میلیارد دلار دارایی بلوک شده ایران پس از برجام خبر داد و نوشت بر اساس برجام حدود 30 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران آزاد شده و این کشور اجازه یافته به دارایی‌های خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. این گزارش افزود دولت اقداماتی را به منظور کاهش تأثیر ارزان شدن نفت بر بودجه خود صورت داده که میتوان به افزایش اخذ مالیات از سازمان‌های اشاره کرد که قبلاً از پرداخت مالیات معاف بودند. این هم از این ماجرا. اگر دوستانی هستن که در کارهای اقتصادی و مخصوصاً اقتصادی سیاسی یا سیاسی اقتصادی وارد هستن، خب لطف کنن 10 دقیقه 15 دقیقه در هفته بیان صحبت کنن یا ویدیوهایی رو اگه میشناسید معرفی کنید ما پخش کنیم، دوستان یه مقداری یا خود منم یاد بگیرم و آگاه بشم. بهتون گفتم درباره برنامه آقای سعیدی من هم خیلی تلفن داشتم هم چند تا کامنت یا نظر روی فیسبوک اینها. آقای سهراب چمنارا نوشته بودم یه چیزی رو من نوشتم من متوجه نمیشم شما درباره کی صحبت میکنید. ایشون نوشته بود که آقای سعیدی به نظر میرسد جوان خوشنیتی باشند که کمتر از 40 سال دارن، فکر میکنم ایشون بیشتر از 40 سال داشته باشه و ایران نبودن. ما از سال 32 تا 57 و بعد از آن ایران بودیم و همه چیز را دیدیم. آقای سعیدی بهتر است که با آخرین سخنرانی اعلی حضرت و مقاله آقای صدیقی که همه قبولشان دارند توجه کنند. پس دو تا پیشنهاد به شما شده آقای سعیدی، یکی مصاحبه فانی رو ببینید با عالی خانی، یکی هم مصاحبه محمد رضا پهلوی رو با اون صدیقی. دوستان گرامی مرا خنده در گرفت، ببخشید منظورم مرا گریه در گرفت، خود نمودار است از چنگال خونین رژیم. حالا براتون میگم که این چی بوده. این یه ویدیویی هست، بذارید من اینجا براتون اگه بشه پخش کنم، اجازه بدید. و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه، یه ذره پخش شد جلوشو گرفتم. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن، تردید از منه، 1 میلیون سیاه‌پوست راهپیمایی کردن. 1 میلیون سیاه‌پوست. میدونیدم شعارش چی بود؟ اصلا نگذاشتن تو دنیا پخش بشه. شعارشون این بود ما حکومت میخواهیم از نوع حکومت ایران. به بزرگان آمریکا اعلام کرد. خب ببینید دوستان، اینها یه نوع سیاست مدار هستن دیگه، آخوندها. اصلا دین اسلام میگن دین سیاسی هست و این یه قسمتشو درست میگه، اون قسمتش دیگه شو
الکی قاطیش میکنه. 1 میلیون سیاه‌پوست، بله 1 میلیون من مارچ MMM سیاه‌پوست آمدند و تظاهرات کردن، اینها که خیلی هم پارک پلیس اینا گفتن 1 میلیون نشده و این آقای لوئیس فرقان که مال مسلمانای آمریکا هست ولی کراوات میزنه، انگشترای تیتیش مامانی، عینک جواهری، عین خواننده سیاه‌پوست رپ لباس میپوشه، این توی سخنرانیش گفته بود که ما باید انقلابی مثل انقلاب ایران ایوالف کنیم، دوباره به وجود بیاریم، زندش کنیم. پدر سوخته کجا گفته بود ما حکومتی مثل حکومت ایران باید بیاریم؟ اگه که یک کسی همچین چیزی تو تظاهرات آمریکا بگه، همین تظاهرات آمریکا همشونو میبنده به گلوله. دوستانی که میگی آقای سوربی بیا ما میخوایم یک موومنتی را بندازیم براندازی ایران، براندازی دولت ایران، میگم اولا من شکاره هستم. ما موقعی که 20 سالمون بود سربازی رفتیم، فکر این بود فرار کنیم، هر روز از پادگان در بریم، از خدمت در بریم. حالا که 60 سالمون شده سربازای پیزوری همه، ببخشید حالا خودم من ندارم ولی یکیش بواسیر داره، یکی زانو درد داره، یکی سردرد داره، یکی خلاص، میخواین چیکار کنیم؟ بعد شما این ببینید، الان وقتی مجاهدین میگن که ما میخواییم با ارتش آزادی بخش حکومت اسلامی ایران رو نمیدونم منقرض کنیم، قانونن ایران هم میاد بهشون حمله میکنه توی اشرف، توی لیبرتی، میگه اینا دشمن ما هستن، ما از بین میبریم. اینا رو هم خریدن دیگه، لیبرتی و اینا رو، این عراق رو، بعد از حماقت جورج بوش دو دستی توی سینی طلایی دادن به ایران. الان عراق، سوریه، یمن، حتی یک جاهایش زیر نفوذ ایرانه، مثل لبنان که پول میده اینجوریه، مثل فلسطین که دو قسمت شده، اون قسمت محمود عباس اونجوری ولی اون قسمت دیگرش به اصطلاح با ایران هست و اینا. شما نمیتونی، این آقای رضا پهلوی چون شخص نادانی هست بلند شد با یه وکیل رفتن یه چیزی راه انداختن، یه دفعه فهمیدن آقا شما تو فرانسه نمیتونی یک حزبی راه بندازی اساسنامه این حزب مثلا جنگ مسلحانه باشه با فلان کشور، دست پاش جمع که ببخشید وقتا ما گفتم پا از دست دراسته، دست از پا دراسته، چرا؟ مثل که میمون هست که دستش از پاش دراسته، نه؟ این چرا میگفتن دست از پا دراسته، یعنی اینجوری ناامید افتاده، درستاد برگشتن اومده. حالا مجاهدین بلند شدن رفتن مثلا توی، اولا فلسطین نرفتن، رفتن توی منزل شخصی یا ویلای شخصی این آقای محمود عباس در فرانسه. و جالبه همه اینها رئیس جمهور و شاه امام همینجور بود هستن، ولی توی جنوب فرانسه خونه دارن، توی سوئیس نمیدونم تفریگاهشونه، به جایی که برن شمال برن نمیدونم علی آباد چی اون آولی. بنده چندین کل ملا خوردم آمدم پایین، همیشه از اسکی ترسیدم به خاطر اونجا، برن اونجا بلند میشن میرن تو کشورهای دیگه. خود هم اینا نشون میدن هم به کشورشون اطمینان ندارن، هم میدونن که اونجا مردم نمیخوانشون و یه جای دیگه برای فرار میذارن، پلن بی. بعضی هاشون پلن بی و سی دارن که توی اینجا و اونجا، مثلا خانم فرح پهلوی به غیر از اینکه تو فرانسه خونه داره اقامت میکنه، اینجا تو مریلند هم خونه داره اقامت میکنه، پلن بی، پلن سی، که اگه یه وقت اونجا شلوغ شد بلندشن بیان اونجا. در اصل من برای این دوستمون که اینو فرستاده بود نوشتم، این خیلی هم بی ربط نمیگه از اینکه 1 میلیون سیاه‌پوست ناراضی از حکومت آمدن بیرون و اون وقت میکروفون رو دادن دست این آقای فرخان مسلمان و اونم اینجوری گفت، حرفی توش نیست. ولی اینا برنامه‌شون این نیست که برن یه حکومتی مثل ایران بیارن و نمیتونن، قدرتش ندارن، و اگر اولین روز که همچین حرفی بزنن دولت یکی یکیشونو میتونه بگیره بندازه زندان. میگه شما اینجا قانونا میتونید بیاین تظاهرات کنید، قانونا هم میتونید رأی بدید، من رو از آفیس میکنید بیرون، ولی نمیتونی با توپ و تفنگ بیای. اگه با توپ و تفنگ خواستی بیای، منم با توپ و تفنگ و هواپیما و نمیدونم نیرو زمینی و نیرو دریایی و فلان میام سراغت. اگه من اشتباه میکنم دوستان شما بیان بگید. یه ویدیویی رو خب بذار ببینیم رضا چی نوشته. خب
این آخوند هم حرف بی جا و بی مورد نگفت. اگر گفته شده باشه که ما انقلاب همانند انقلاب ایران نیاز داریم، همین انقلاب ایران بود که منجر به جمهوری اسلامی گردید. نمیدونم، باید سخنرانی کامل و دقیقش رو پیدا کنیم آرزا تا بعد صحبت کنیم از روی اون. ولی اون چیزی که من میدونم و قانونی که میدونم، شما نمیتونید توی کشوری که با اون کشور اصلی رابطه داره بری بگی من یه چیزی الان فرانسه، یکی از کاراش که غلطه و اشکال دیپلماتیک داره اینه که روابط دیپلماتی داره با ایران، ولی اومده مجاهدین رو اونجا قرار داده. فرانسه میگه نه اینا نوشتن ما اسلحه نداریم فلان، ولی مجاهدین که میبینیم میگن ما میخوایم بزنیم بکشیم فلان. نه، یه ویدیوی رو ما روز جمعه نشون دادیم، هنوز هم هست و هنوز هم نشون میدیم تا جمعه، روی مردم تیوی فیسبوک هم هست، روی کانون آوا هم هست. و باز حسن فیسبوک اینه که بلا فاصله ما وقتی چیزی رو نشون میدیم اونجا میمونه دیگه، شما نمیخواید صبر کنید یک ساعت دو ساعت بعد به اصطلاح بایگانی بشه. و توی اون یک آقای با لهجه قشنگ اصفهانی سرگردی هست، خیلی جوونه، میاد صحبت میکنه در رابطه با رشادت ها و یه نمیدونم سرهنگ صیاد شیرازی و اینها صحبت میکنه. و توی اون خود این آقا دو جا به اصطلاح اقرار میکنه که در جنگ ایران و عراق، که اول فکر میکردن ایران و عراقه ولی بعدن متوجه شدن مجاهدین و ایرانی ها هستن، اینها جنایت های جنگی انجام دادن. ببینید، مجاهدین اگر ارتش آزادی بخش باشن و برن جنایتی انجام بدن، دولتی نیست، مسئولی نیست و میبینید که جوابگو هم نیستن. ولی کشور ایران دولت بوده، باید با قانون ژنو رفتار کنه. شما نمیتونی یه نفر رو که اسیر کردی ببندی به مثلا دو تا ماشین، پاشو از هم جدا کنی، دستشو از هم جدا کنی. این آقا میاد با خنده، با لبخند میگه نمیدونم خانم سارا خانم مال مجاهدین رو بسته بودن به دروازه با یه وضع فجیع. یکی بایدش بگه احمق جون، تو رسیدی اونجا، باید بگی اینو بیاره پایین. کی این کارو کرده؟ اونو درجهشو بگیری، اونو بفرستی بره دادگاه نظام. یا تازه حالا میگه اگر دفعه دیگه ما حمله کنیم به اشرف، مواظب باشه دوست، حالا که دیگه اشرفی وجود نداره، ولی میگه اگه ما حمله کنیم به لیبرتی، این بار همون 10% هم که زنده موندن همه رو میکشیم. آقا مهرداد، این ویدیو رو من برای شما فرستادم، خب اینو نگاه کن. به مسئولینتون بگو آقا شما اگه میگید اسلحه ندارید اونجا وایستادید برای چی؟ اینا قصد کشتن شما رو دارن و میگن ما این دفعه اسیرم نمیخوان. البته این ویدیو رو تو ببینید، به نظر من جالب بود. ولی آقای سهراب چمنارا نظر دیگه ای دارن. اصلا حسن برنامه های تلویزیونی، برنامه های گفت و شنود اینه که من نظر خودم رو میگم، شما نظر خودت رو میگی. من میام میگم امروز هوا بسیار دلچسبه، شما میام میگه آخ هوا خیلی گرمه. بعد اون یه نفر سوم یا مردم میگن بابا سوربی درست میگه، امروز دلچسبه، دیروز پریروز گرم بود، امروز گرمه. اینجا مثال زد آقای چمنارا نوشتن اطلاعات تازه‌ای در این ویدیوی طولانی وجود نداشت و هر بچه دبستانی در داخل ایران اینها را میداند و به همین دلیل است که این فرقه شاید محبوبیت 0.1% هم در ایران ندارد، در حالی که محبوبیت منفی آنها، محبوبیت منفی نمیشه، میشه تنفر، محبوبیت منفی آنها 99.9% است. سران اینها که الان نزدیک 70 سالشون میشه صاحب یک حساب مشترک با غرب هستند که ارثیه چند میلیارد دلاری صدام در آن نگهداری شده که فعلا باید خرج به نمایش گذاشتن سیاستمداران بازنشسته غرب بشود که برای هر سخنرانی و حضور در نمایش میلیون دلار میگیرند. همانطور که دیدید این ویدیو را جمهوری اسلامی درست کرده و به طور غیر مستقیم مبلغ آنهاست که مردم را ناامید کند و بگوید بفرمایید این هم قدرتمندترین اپوزیسیون که میخواهد ما را سرنگون کند. البته خوبی شاهزاده در آن است که ایشان محبوبیت منفی ندارد. این حرفا چیا؟ خیلی از ایشون متنفره. شما از کجا میدونید محبوبیت منفی ندارد؟ این آماری که شما میدید
اینجوری نمیشه آمار بده. شما میتونی بگی که نظر شما اینه، بعد نظر منو بپرسی که آیا بنده متنفرم. بله متنفرم که ایشون مردم رو سر کار گذاشته و نمیاد تکلیفشون رو معلوم کنه، نمیاد بگه آقا من آدم با عرضه‌ای نیستم بتونم برم ایران، دیگه موام سفید شده، دندونام کج موج شده، بچه‌هام دارن دانشگاهشون تموم میشه. دروغگو، چون دروغگو منش متنفرم به خاطر دروغ گفتنش. خب ندارم. به هر حال آنچه این جماعت 5 میلیون مقامی خارج توی کلشان نمیرود این است که جنبش در داخل ایران شروع و به نتیجه میرسه، شروع شده و به نتیجه میرسه، و تنها نقشی که ایرانیان خارج از کشور میتوانند داشته باشند توافق در پیشنویس یک قانون اساسی که درگیر و دار جنبش های بعدی ناگهان سالوس دیگری سر از تخم در نیاورد و قانون اساسی خودش را به خورد مردم ندهد. ببینید آقای چمنارا، همونجوری که اول برنامه گفتم، من خوشحالم که آقای سعیدی با پای خودش میاد از جیب خودش خرج میکنه بدون اینکه من بشونمش اینجا شکنجهش بکنم، دریل بکنم تو کلش، سیم برق به گوشش وصل کنم، خودش نظرش میگه. اون وقت شما میگی آقای سعیدی بابا کوتاه بیا، آقای منتی فاطمی از انگلستان میگه آقای سعیدی بابا کوتاه بیا. حالا ببین شما، درسته که این ویدیو ساخته و پرداخته و نوشته شده توسط جمهوری اسلامیه، ولی من که نگاش میکنم میگم خب آقا جنگی شده، اونا نیرو گرفتن آمدن از این ور، ارتش عراق طبق اون قرارداد صلح کرده، پدرسوخت‌ها در غرب کشور وایستادن، بازم آخرین تیراشون زدن، همزمان که شما همه نیروها رو بردید بالا غرب، اینا حمله کردن به جنوب و کی بودن؟ مجاهدین که خود اینها سربازای استخدام شده صدام بودن. ولی از توش اینم بیرون میاد که این آقا خودش داره اذعان میکنه که جنایت جنگی انجام دادن. شما اون تیک نوار رو نگه دار، اگه یه روزی بتونید اینا رو ببرید دادگاه، این آقا که اونجا بوده دیده خندیده بادش بگی کی اون خانم مال مجاهدین رو بسته به دروازه، کی نمیدونم اینا رو اسیر که بوده کشتن. یه فیلمی هست حقیقیه، فکر کنم اسمش هست Rules of Engagement، یعنی شما وقتی میری Engagement، درست که برای نامزدی استفاده میکنن، ولی کلمه نامزدی یعنی اینا درگیر میشن، Engage. حتی شما دوتا دنده رو وقتی اینجوری چیز میکنن میگی اینا Engage شدن با هم، درگیر شدن با هم. Rule of Engagement قانون درگیر شدن، قانون انجام دادن یک کاری. یک کلونلی که از زمان ویتنام 1968 30 خورده سال هم چیز بوده، توی یمن افرادی رو که اومده دادن جلو سفارت میبنده به گلوله. برید ببینید این فیلم، فکر کنم روی نتفلیکس و اینا هم هست. Rules of Engagement، اون نقشه معروف، 3 تا 4 تا نقشه معروف داخلشه، یکیش اون سیاه‌پوسته که سامیل لی جکسون که اسمش، یکی اون آقایی که نقش گاندی رو بازی کرد، بن، که یه فیلم ایرانی هم بازی کرد خیلی قشنگ بود، خانه از نمیدونم سند و فلان اینا. در صورت برید تو اون ببینید چی کار میکنه. بعد طبق معمول سفارت انگلستان، ببخشید آمریکا، سفیر آمریکا سوار هلیکوپتر میکنن و میفرستن میرن و فلان اینا، اونا تشکر میکنه. ولی وزارت امور خارجه آمریکا مثل همین ماجرایی که الان کلینتون داخلش درگیر بوده، میاد مدارک رو از بین میبره، ویدیویی که نشون میده از داخل همین مردم تندروها تیر میزنن اونو از بین میبره. بعد این کلونل رو میبرن دادگاه، بعد توی دادگاه میگن که شما حق نداشتی، حتی شهادت میارن از 1968، از کی؟ از دشمن، از اون ویتنامی که اون موقع اونم سرهنگ بوده، میارن که جلو چشممون اون یکی از تلفنچیاشونو به صورت تو رسته مخابرات کشته بوده و محاکمش میکنن. البته بعدن ایشون تبرئه میشه، اونایی که دستیسته کردن از کار برکنار میشن، جریمه میشن فلان اینها. ولی اینا رو باید ببینیم. میدونید آیه چمنارا، من فکر میکنم البته هیچ اشکالی نداره، بارها گفتم نگاه شما اینه، نگاه من اینه. ببینید من اینو اینجا میارم،
به شما میگم چی نوشته، شما میگید نوشته که fast frame. شما من میگید چی نوشته، من میگم هیچ، من میگم هیچ. این یک کیسه چرمی که توش شنه میذاری رو کاغذ، هی شما میگی آخه سوربی، مگه دیوانه شدی، کور شدی، این روش نوشته fast frame. من میگم آقای چمنارا، اینی که من میبینم، شما از من میپرسی چی میبینی، من میگم هیچی روش نوشته نشده، دوتامون داریم درست میگیم. ولی واقعیت اینجاست، واقعیت اینجاست که یه نفر اینو ببینه، اینم ببینه، بگی بله سوربی درست میگه، یه طرفش هیچی نیست، چمنارا هم درست میگه، یه طرفش این نوشته. شما فکر میکنید که تنها راه نجات ایران همین کتابی که شما نوشتید، تنها راه نجات دنیا اینه که این کتاب تو ایران درست بشه، همه جای دنیا آروم میشه؟ من فکر نمیکنم. هر وقتم خواستید بیاین در این باره صحبت کنید. دوستانی که این برنامه رو میبینید، شما اگر برنامه آقای چمنارا رو دیدید، از کتاباشون رو خوندید، یا برید رو وبسایت، روی فیسبوکشون سهراب چمنارا، ببینید کی درست میگه. داریم دوتامون درست میگیم و دوتامون هم داریم تندروی میکنیم. اینا جای بحث. بارها هم گفتیم آقا تلویزیون، مخصوصا تلویزیون مردم، نه حزب، نه سازمان سیاسی، نه جنبش و موومنت، نه ارتش آزادی بخش. من اگر خیلی به قول شیرازی ها هنونوی کنم، یعنی اگه خیلی بتونم یه کاری انجام بدم، اینه که امروز بیام یه کلمه یاد بگیرم. من با فارسی که می‌نویسم محدودیت دارم، چون کیبورد فارسی ندارم. قرائت رو وقتی نوشتم مثلا با عین نوشته، سه نفر برای من نوشتن آقا قرائت با عین غلط، باید با همزه بنویسی. گفتم آقا مهم اینه که من این نوشتم، خانم نخست وزیر جدید انگلستان حالا دیگه تفسیر میکنه و ایشون قرار شده هر روز توی مجلس اعیان قرائت قرآن بذاره. شما جمله رو فهمیدی؟ منظور منو فهمیدی؟ طنز منو گرفتی؟ گفت بله. گفتم تموم. آقا مهم نیست که با دال با زال بنویسی یا با ز بنویسی یا با نمیدونم تهران و با تا بنویسی یا با ت دو نقطه بنویسی. بارها بهتون گفتم، به یه استاد زبان فارسی گفتن استاد گمان درسته یا گمان درسته؟ گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان درسته. ول کنید اینا. خب کاکا جون صبح بخیر. من قبلا هم پرسیدم، شما که در تلویزیون هستید هم در فیسبوک، آیا کسانی هستند که از نوه ها یا نتیجه های میرزا تقی‌خان امیرکبیر اطلاعاتی داشته باشند؟ من یه دفعه پرسیدم این رو پتیک عزیز دوست ارمنیمو پرسیده. امروز قرار بود من یه عکسی از دوست ارمنی بیارم که سالها پیش برای من DVD درست کرده بود، فرستاده بود، عکس خودشم گذاشته بود. اون موقع به این ذلت نیفتاده بودیم که از مردم هی پول بخوایم برای حمایت. راستی اول ماه حمایت یادتون نره. و یه عکسی هم از خودش با ماشین تاکسیش برای من گرفته بود، فکر کنم اسمش هم الکس الکساندریان بود یا الکسیان، یه همچیزی. و امروز متاسفانه کار داشتم نتونستم برم تو اون قسمت بیسمنت زیرزمین و پرونده ها این عکس رو بیارم. من میخواستم این عکس رو بیارم نشون بدم، هم از این دوست ارمنیمون هم از اون دوستمون تشکر کنم. اگر زنده است دوستان بگن ای سوربی عکست نشون داد، اگر فوت شده اقلا من میگم آقا سالها پیش مثلا فوت شده، چون میدونستم بنده خدا دیگه جوری شده بود، رانندگی نمیتونست بکنه، رفت خانه سالمندان، ولی دیگه بعدش بیخبر شدم. اگه یادم باشه جمعه میارم. در صورت پتی که عزیز سوال میکنه که آیا شماها بیننده ها کسی از نوه ها یا نتیجه های میرزا تقی‌خان امیرکبیر اطلاعاتی دارید؟ اگه دارید لطف کنید ایمیلی لینکی بفرستید تا برای به اصطلاح به این دوستانم نشون بدیم. میدونیم که یکی از این نوه و نتیجه های قاجار یک خانمی هست که عکسای لختی و مدل و فلان اینا میندازه، نه لختی پر، آخه دو رقم لختی دارید. مثلا خانم گلشیفته فراهانی عکس لختی که انداخت، این یک چیز بود به اصطلاح یک اعتراض بود. عکسی که این خانم میندازه برای پول هست، ولی تنفروشی میگن نیست، میگن این هنره.
راستی راجب خانم گلشیفته فراهانی یه ویدیوی هست از بابای ایشون که تعریف میکنه که بله مثلا این آبروشو برده و فلان اینها، و یک مثالی هم میاره، میگن که شما یه چوب درخت رو وقتی میندازی روی آب، این چوب درخت پایین نمیره. به آب میگن که چرا این پایین نبردیش خفش کنی؟ میگه که برای که خود من به این درخت آب دادم بزرگ شده، از خودمه. ماجرا اینه که بابای گلشیفته فراهانی یه جایی میگه که یعنی این گلشیفته فراهانی باعث خجالت من و خانوادمونه، بعد از اون ور میبینین میرن نمیدونم تولداشون رو با هم جشن میگیرن. البته ناگفته نماند اگه من و شما هم تو موقعیتی بودیم که دخترمون به خاطر آیندهش، به خاطر آزادی بلند میشد یه همچین کاری رو انجام میداد، بعد ما موقعیتمون تو ایران بود، من نمیدونم ما چی میگفتیم. پس یه مقداری باید وقتی میخوایم قضاوت کنیم یا درباره دیگران صحبت کنیم، بهتره که تون نریم، صبر کنیم و خودمون رو جای اونها بذاریم. اگه ما جای اونها بودیم چه میکردیم؟ این هم از این ماجرا. خب میگه که جناب سوری، این رضا پهلوی بیچاره و بدبخت چه کاری میتوانست که نکرد؟ همه خانواده پهلوی از جمله شخص رضا پهلوی دست گدایی بر عربستان شیوخ عربی نزد. آیا باسم من متوجه نمیشم چرا زد اتفاقا؟ آقای رضا پهلوی، شما اگه بتونی مصاحبه من رو از آقای داور بخری، اون آقای رضا به اصطلاح آقای علی حیدر علی شهبازی مأمور مخصوص اینو باباش توضیح داد که هم از صدام اومدن، همون آقای اویسی گویا رفت بود از صدام پول گرفته بود، هم آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه و بله ایشون خیلی از این کارها که نباید میکرده کرده، من شما خبر نداریم. ببینید وقتی یه چیزی من میگم شما فوری احساساتی نشید. حالا نمیدونم شما اینو اینجا میگن سارکاستیک، یعنی به طعنه دارید میگید آیا با سازمان سیا برای برانگیزی جمهوری اسلامی نکرد، پس ایشان همه تلاش خود را کرده. ببینید یعنی شما میگید که آقای رضا پهلوی رفته از سازمان سیا کمک خواسته که حکومت رو به دست بیاره، بهش ندادن؟ شما اینجوری میگی؟ خودش میگی من همچی کاری نکردم. اگه شما اینو میگید پس اون دروغ میگه، اگه اون دروغ میگه که من درست میگم. ول کن آقا، بریم سراغ عمه خانم. این عمه خانم ماجرای جالبی هست، اجازه بدید من بیارمش پلیر، نه کامرای دو، و اگه بتونم این صفحه رو یه جوری برای شما تنظیم کنم کامرای دو. بله این دوست ما چون دید که ما از این عمه خانم خوشمون میاد، حالا برامون هر روز بیشتر و بیشتر میفرسه. ما اگه مثلا وقت کنیم اینا رو به صورت عکس در بیاریم، عکس آلبوم، که راحت به شما نشون بدیم. آموزه های عمه شهین نوشته اینجا همه نسل ها نسل سوخته هستن، فقط درصد سوختگی فرق می کند و محل سوختگی. اینجا نوشته که هیچ نداشتنی عیب نیست به جز نداشتن شعور. آخه به جز شعور هم نداشته باشی، مگه شما خودت میتونستی شعور داشته باشی نداشته باشی؟ این ماجرای شعور، هوش، استعداد یه چیزیه که من بارها با دوستان صحبت میکنم، میگن آقا عجب بچه با استعدادیه. میگن بابا این بچه رو از 5 سالگی مثلا بردن کلاس شنا، حالا شناگر شده. شما از کجا میدونید اگر اون بچه داتی به قول یکی از دوستان از پشت کوه، از اون بالای کوه شیرجه میزنه توی نمیدونم رودخونه دسپول، توی نمیدونم شوشتر، اگه اونم آموزش میدادن از این بهتر نمیشد؟ پس نگید این خیلی نابغه است، این وسائل و امکانات در اختیارش بوده. امروز آقای مشتبه لطف کرده برای من یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود نابغه ترین و باهوش ترین انسان ها. گفتم آقا این درست نیست، باید بگم نابغه ترین بین این 100 نفر اینه، چون اینا که نرفتن از 7 بیلیون، از 7 بیلیارد، 7 میلیارد چند نفری ما امتحان کنن ببینن آی کیو. شاید آقا یه آی کیو یه فرد کشاورزی از آی کیو انیشتین هم بالاتر باشه. اون فرد کشاورزی که مثلا نگاه میکنه به برگ درخت، میبینه امروز باد از این ور میاد، میگه امروز این دونه رو من نکارم فردا بکارم، شاید این آی کیوش بالاتر از اون باشه. آی کیو به ایرانی فکر کنم میگه میذری به هوشی. خب شعلا خانم نوشتم، شعلا خانم
این عمه شهین بود، حالا شد شعلا خانم. آها مثل که چندین نفرن. در سه حالت میتونی برای دیگران مهم باشی، خوشگل باشی، پولدار یا مشهور باشی، یا اینکه بمیری. راست میگی، اینم راست میگی. خب میگی که خدایا میشه ما رو امتحان کنی ببینی جنبه پولدار شدن رو داریم یا نه؟ دیدید که هر اتفاقی بدی میفته میگن خدا داره امتحانت میکنه ببینه مثلا جنبه شو داری یا نه. این خیلی قشنگ نوشته، نوشته میشه ما رو امتحان کنی ببینی جنبه پولدار شدن رو داریم. اگر بخوای برای بعضیا شعور بخری و شکست میشی. آدم داغون از اول داغون نبوده، داغونش کردن. آدم آروم هم همینطور، آدم عصبی هم همینطور، ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده. خب ببینید اینا خودش ضد نقیزه. اگه شما میگید آدم بیشعور از اول بیشعور بوده، یعنی این هر کاری هم بکنه نمیتونه تغییر کنه، چون اینجور شما میگی بیشعوری یه جنیه که توی وجود این هست، نمیخونه. ولی برای خنده و شوخی حالا کی میشماره. بریم، ساعت 3:42 است. و اما دخالت در کار خدا، این رو علی شیرازی برای من فرستاده. این خیلی جالبه، مخصوصا الان که در جاهای مختلف دنیا مسئله این به اصطلاح گلوبال وارمینگ، بعضی ها میگن گلوبال وارمینگ، غلطه، گلوبال چنجینگ، چون یه جاهای سرد شده. مرسی رضا میگی که این طنز بود، آقا ما رو سر کار گذاشتی، من که حالا با این چشم ضعیف از این فاصله دور توی اون دوربین فیسبوک نمیتونم بخونم. ایشون به صورت طنز، همون گفتم سارکاستیک، یعنی به صورت طعنه اینجوری نگفته بوده. خب ممنونم. آره مثلا همین کار رو آقای اشتون شما اگه انجام بدی، وقتی دوستان مینویسن شما اونجا بشینی جواب بدی، نظر خودت رو بگی، تا اقلا هی بحث باز بشه، بعد ما 6 نفر 5 نفر رو به عنوان ادمین بزنیم، بتونن قشنگ بدونیم که بابا اینا آدمایی هستن که حالا به قول معروف سرشون به تنشون میارزه، ما هم نمیدونیم یعنی چی سرشون به تنشون میارزه. اوکی، اکسپرس پلینگ گاد. میگه که میخواین نقش خدا رو بازی کنین. tens of millions spent on huge project to change the world. میگه که ده ها میلیون دلار خرج کردن تا بتونن هوا رو عوض کنن. دوستان یه سیستمی هست به نام سیستم هارپ، H-A-R-P. سالها پیش من اینو خوندم و واقعا مغز آدم سوت میکشه و از ترس وحشت میکنه. اینها حتی توی جنگ میتونن ابر بفرستن بالای سر سربازای کشور مخالف، اونجا بارون و تگرگ بیاد تا این بدبخت سربازا آب از سیل ببرش، و این کار رو کردن رو میکنن. حالا میگه که برای تغییر هوا، میگه China are applying more than 22 million dollars into shooting salt. بله میگه که چین داره این کار میکنه. حالا جالبه که خود این احمق دونالد ترامپ میگه که اصلا این ماجرای تغییر هوای کره زمین یه چیز دروغی بیش نیست، و این دروغ رو چین درست کرده که ماها رو بذاره سر کار، در حالی که خودش کثیف‌ترین هوا رو داره. میبینید وقتی فیلمشون میدن مردمش با ماسک میرن و اینها. میگه برای این که ما اینقدر به کارخونه هامون فشار بیاریم که این مقررات رو رعایت کنید، دود سیاه بالا نیاد، اینجوری باشه آبی که تولید چیزه نره تو رودخونه فلان، نه ما این کارخونه ها رو ورشکست میکنیم، اون وقت چینا بدون هیچ قانونی تولید میکنه. مردم هم این وسط میگن ما که نمیتونیم یه دوچرخه بخریم 1000 دلار، خب دوچرخه رو میخریم 100 دلار از چینا. کی درست میگه؟ من نمیدونم، روزگار غریبی است نازنین. به گفته جناب انصاری که گفت سازمان سیا ماهانه 150,000 دلار برای دفتر رضا پهلوی میفرستاد، این ماجرای سازمان سیا، به آقای گنجی هم پول میدادن، به آقای دکتر مدنی، دکتر احمد مدنی هم پول میدادن، و خیلی از عقب افتادگی هم این اپوزیسیونی که الان که تابستونه اپوزیسیون رفته مرخصی، باورتون میشه؟
شما زنگ بزن، برو فیسبوک نگاه کن، هر کدومش می‌بینی عکسش گرفته با زن بچه‌اش رفته مرخصی. مثلا الان ماه آگوست توی اروپا همه ول معطل رفتن مرخصی. همین پولای سازمان سیا و اینها رو اینجا نگه داشت مشغول. آقا این پولو بگی، اینم به جای که این پولو بده بدبخ به وکیل، به پناهنده ها و فلان اینا، رو برای خودش خونه خرید، برای دخترش خونه خرید، دخترم شوهر آمریکایی کرد و مون، حالا بهش میگه آقا بی برو، میگه حالا دیگه من پیر شدم، تازه این خونه هم دیگه قسطش تموم شده و خریدیم و حالا هم نوه کجا بریم. یعنی اینا ضرر زد و شما درست میگه این پولای سازمان سیا خودش باعث شد که آخوندا بیشتر بمونه. این نظر من. کاگو جون، هنر نزد ایرانیان است دو بس، شیر آدمی را ندهند به اسب. اون چیزی که شما گفتی TNT من نمیدونم یادم رفته برای چیه، تری نیترات گلیسترین، میدونستم نیتراته ولی این تری یعنی مثل که فرمولش اینه، سه تا نیترات و یک گلیسترین، فرمولش میشه TNT. اون روز وقتی که این بیده رو میخواستم پست کنم برای چیز، آدرسی که نوشتم گفتم بنویسم به جای هوشنگ ترسو، چون ایشون نوشته بود هوشنگ ترسو و نادان و تنبل، خودش هم تو پرانتز نوشته بود TNT. منم گفتم بنویسم هوشنگ TNT. گفتم ای داد بیداد، حالا بعد از اینکه اینا 100 دلار پول من رو برداشتن، برای که یه نفر 100 دلار برای من فرستاده، اون پولا رو اینا نگه داشتن. خیلی مسخره است. به خانمه میگم که یه کمی اینجا میگن bear with my English، یعنی با زبان انگلیسی که من صحبت میکنم یه کمی صبور باش، زبان انگلیسی زبان سوم منه. خیلی هم تعریف کرد، نه آیویش که من میدونستم یه زبانی، من فقط یه زبان بلدم. گفتم نگاه کن، یه پولی به من ندادید شما، این پول دیگه ای رو یه نفر فرستاده، شما اون پول به اون برگردوندید، درست؟ میگی بله. میگم چرا از من پول برداشتید؟ مونده توش. در هر صورت اینم از این ماجرا. ممنونم از پتیک عزیز که نوشتهاش طنزآلود، و میدونید طنز بهترین نوعیه که شما رو به فکر میندازه بدونی که به شما توهین بشه. اگه ما یاد بگیریم صحبتامونو در صورت به صورت طنز به شما برسونیم، شما خیلی ناراحت نمیشین. تازه هر چیزی هم اشتباه کردیم و اینها، بعدن مثل رضا میگیم بابا این طنز بود، ما شوخی کردیم. خب اینو براتون خوندم. محبت کردن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعیه، که من اون روز گفتم والا به گل مصنوعی هم اگر شما توی این اسپری ها یه آب بپاشی، یک کمی روش این آبا روی این برگای مصنوعی که وای میسه، یه حالت تمیزی ایجاد میکنه که اون گل بیشتر طبیعی مینماد و حتی گل مصنوعی هم به اصطلاح به اون لطف شما پاسخ میده. ایشون نوشتن که هیچ کشوری در دنیا نیست که مردمان کشور ما کشورهای دیگر برای رسیدن به آنجا بیش از رسیدن به آمریکا و زندگی در آن سر و دست بشکنند. این رو من به عنوان تیتر برنامه روز جمعه قرار دادم. علی ترابی برای من نوشته بود آقای سوربی چرا مردم سر و دست میشکنند؟ گفتم برای که آمریکا احتیاج داشته به تعدادی مهاجر، چنان تبلیغ کرده که آقا بشتابید اینجا بهشت برین است. ملتم گول این تبلیغ‌ها رو خوردن، بلند شده خونه و زندگی و اینها رو فروخته، یه مقدار زیادی خرج راه کرده، حالا که رسیده اینجا طرف دکتره، میاد اینجا میره توی فروشگاه میوه فروشی سبزی و میوه میذاره توی این چیزا، وای میسته نمیدونم کمک یه نفر موکد میچسبونه. ولی همین آقا دکتر اگر تو ایران یک کاری یک کمی کوچیکتر از اون مدرک دکتریش باشه بهش بر میخورد. آمریکا این کار کرده که شما اون برخوردن یعنی غرورت رو ازت گرفته. شادم خوبه، شادم اون غرور دروغینمون رو از اون گرفته. بنده میام اینجا نمیگم آقا من دبیر هنرستان بودم، من 720 نفر دانش آموز دو روز میمدن چلتا کلاس 12 رو من درس میدادم، میام اینجا میرم یلو پیج پخش میکنم، کتاب هر دفتر تلفنی که پخش میکردم والا یادم نیست 10 سنت 15 سنت دو ما میدادم. آخرم یه کامیون اومد زد به ماشین ما بلد نبودیم که ول کردم. یعنی هر چی کار کرده بودیم تو این مدت ضررمون تصادفی بیشتر شد، ولی تو ایران این کار رو نمی کنیم.
حتی والا خداییش بنده این کار میکردم. بنده تو ایرانم وقتی دانشجو بودم روز رانندگی میکردم، بعد از اون کلاس میرفتم پول خرج خودم در میبونم. من بابام مهندس بود و بابام نمیدونم فلان بود نداشه. اوکی. بله من اطمینان دارم که در اکثر وقایعی که در جهان رخ میدهد به طریق سیاست آمریکا دارم دخالت داشته است. پس از جنگ جهانی دوم چنین دخالتی در امور سایر کشورها برقرار بوده است. یه جدولی رو فرستادن تعداد جنگ‌های آمریکا توی قرن 20 و دلیلش سالهاش اینها که به نظر من چون طولانیه دیگه جای صحبت و اینها هم نداره. خب ببینیم که چی شده اینجا. این دوستمون ریوایز کلندر که یکی درباره همون آقای داریوش تهرانی بوده روان شاد و این هم از این. خب بذارید ببینیم که آره مرسی. این هم از این. دوستان اگه اجازه بدید منم دوشنبه ها معمولا آمریکایی‌ها اینجا تنبلن، یه شنبه رفتن استراحت، دوشنبه میخوان استراحت کنن که خستگیشون در بره، ولی ما برعکس شنبه و یکشنبه میریم کار و حقیقتا دوشنبه ها باید استراحت. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم ویدیوها برنامه های دیگران رو که دوست دارید بیاین اینجا پخش کنین، یه هزینه ناچیزی بدید. تعریفش هم به این صورته: تلویزیون مردم یه ماشینیه که این سوربی تو آمریکا خوب پول ساخت، این ماشین رو خریده گذاشته کنار. خود سوربی هم تو آمریکا خوب پول ساخت، یه دفعه عشق ایران و هومسیک بودن و غربت به اسکلنج زد، خودش هم اومده رانندگی این ماشین یا اتوبوس رو انجام میده. یه مدت هم پول بنزین داد ولی حالا دیگه نداره پول بنزین. شما اگه میخواین سوار این ماشین بشید با رانندگی خوب سوربی به هدف برسید، باید لطف کنید پول بنزین رو بدید. باورتون میشه همینو برای یه نفر تعریف کردم و گفت سوربی جان خیلی قشنگ و درست و منطقی میگی، ولی خب من وقتی سوار شدم اگه مسافر سوار کردم پولشو به شما میدم دیگه، اصلا من مونده بودم دیگه به این چی بگم. دوستان فیسبوکی خداحافظ و چهارشنبه با شما خواهیم بود به امید دیدارتون. یادتون نره شیر کنید، حتی بعد از برنامه هم میتونید اینها رو شیر کنید با دوستانتون. مرسی که با ما بودید. خب دوستان عزیز بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش. بعد از برنامه من امروز به این صورت، چون قبل از برنامه من برنامه آقای شبستری بود، بعد سوربی بود، حالا آقای ارشاد، بعد آقای مینویی، بعد آقای سعیدی، بعد کانون آوا، رادیو کیان ایران چون توی سوئد هستن فکر کنم مرخصی هستن و وقتی که اینها از مرخصی برگردن برنامه‌های جدیدشون رو بفرستن، ما هم برنامه رادیو کیان ایران رو که از سوئد پخش میشه برای شما رله میکنیم یا پخش میکنیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.